Remember the suffering and death of God's ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته دیگران بد گوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تداندنی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد
خوابیده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم. بزنم 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 بزنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت. سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم. وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه زیاد و خوشانت بزنان، ز سلامت ایران جوان. به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمن، همه ی جان و تنم. بزنم 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 بزنم. به نام ایران، به نام ایران و به یاد تمام جانباختگان راه آزادی، عرض درود و ادب و احترام خدمت همه عزیزانی که در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدید، سپاس از اینکه وقتتون رو گذاشتید تا در کنار ما باشید. باز هم با یکی دیگه از سلسله جلسات لایو حزب ایران نوین در اسپیس توییتر در خدمتتون هستیم. امروز با موضوع از رفراندوم فروردین 58 تا معرفی فائزه هاشمی به عنوان مدافع زنان ایران. من خوش آمد عرض میکنم خدمت مهمانان ویژه این برنامه، جناب نجات بهرامی عزیز که افتخار دادن تشریف آوردن در خدمتشون باشیم، جناب محمد حیدری نازنین که من براشون دعوت فرستادم، جناب حیدری تشریف بیارید روی استیج، خوشحال میشیم، جناب حامد شیبانی راد عزیز و جناب احمد میرزایی گرامی، همینطور همه عزیزان و گرامیانی که در کنارمون هستن. جناب حامد جان شما فرمایشی دارید؟ اوکی. زنده باشید، سپاسگزارم از شما. من اگه اجازه بدید از دوستان دعوت میکنم قوانین اتاق رو مطالعه کنید. یک مقداری اسپیس های توییتر حزب ایران نوین به خاطر اهمیت بحث زمان بندی متفاوت هست با باقی اسپیس ها. عزیزانی که در کنارمون بودن در جریان هستن، ما سعی میکنیم که حد اکثر استفاده از زمان ببریم، برای همین مدت زمان میکروفون ها و اینها کوتاه تر هست، محدود تر هست، حداقل نامحدود نیست.
من با سرود ای ایران میخوام شروع کنم برنامه رو. فقط قبلش از دوستان خواهش میکنم قوانین رو مطالعه بفرمایند تا جناب حیدری هم به جمع ما بپیوندند و بعد هم شروع کنیم. بسیار ممنونم و سپاسگزار از همه عزیزانی که در کنارمون هستن. من یه تشکر ویژه بکنم از میلاد کاشانی عزیز که در اداره این اسپیس به من کمک میکنه، همینطور به از نیما کیوانی نازنین که در کلاب هاوس زحمت استریم اتاق رو میکشه. یک تشکر ویژه بکنم از آیدین توکل عزیز و اکانت پخش زنده که الان همزمان اتاق ما رو داره در فضای یوتیوب و همینطور توییتر، همینطور کلاب هاوس امکان استریمش رو به ما میده. و تشکر میکنم از همه عزیزان. یک خوش آمد مجدد هم میگم خدمت جناب نجات بهرامی عزیز، جناب محمد حیدری عزیز، جناب احمد میرزایی عزیز و جناب حامد شیبانی راد عزیز و گرامی. اجازه بدید بدون فوت وقت من یک دور فقط قوانین اتاق رو به حسب وظیفه میخونم، هرچند دوستان همه فکر میکنم مطالعه کردن، و بعد هم اسپیس رو شروع میکنیم. مدت زمان اسپیس ها 2 ساعت خواهد بود، مخصوصا این جلسه که عزیزان ما در اروپا به شدت سرگرم و مشغول آماده کردن مقدمات برای 4 اپریل و تظاهرات هستند برای پارلمان اروپا که مفصل‌تر در موردش صحبت میکنن حامد جان بعد از عرایض بنده.
امروز حتما میخوایم سر وقت تموم کنیم. من این قول رو دادم به دوستان و سعی بر حفظ قانون مدت در جهت پرهیز از اتلاف وقت تمامی حاضرین و نیز به عنوان تمرین پایبندی به قانون و عدم تخطی از آن به شرح زیر اجرا خواهد گردید. هر اتاق به دو بخش طرح مباحث و توضیحات توسط مهمانان که 40 دقیقه خواهد بود و بخش دوم پرسش و پاسخ توسط حاضرین در اتاق که 80 دقیقه هست تقسیم میشه. دعوت از حاضرین روی اسپیس برای پرسیدن موضوعات و پرسش هاشون صرفا بر اساس گرایش سیاسی یا سابقه مبارزاتی یا سابقه حضور در توییتر یا تعداد فالوور نخواهد. عموما بر اساس نوبت هند رایز هستش که میلاد جان زحمت میکشه و به دوستان مایک میده. مدت زمان تر هر پرسشی توسط حاضرین در اسپیس 3 دقیقه هستش که 30 ثانیه قبل از اینکه زمان به پایان برسه من هند رایز میکنم تا دوستان بحثشون رو جمع بندی کنن و امیدوارم به اونجا نرسیم، ولی اگر خوب دیدیم واقعا اسپیس داره زمانش گرفته میشه و چیز میشه، ما ناچاریم که میکروفون رو از عزیزمون بگیریم. من واقعا امیدوارم این اتفاق نیفته. ممکنه پرسش های مطرح بشه که موضوعیتی نداره، ارتباطی با موضوع نداره، ولی خودش میتونه موضوعی بشه برای جلسات بعدی اسپیس ما. بسته به اهمیت پرسشی که مطرح شده، زمان لازم برای پاسخگویی توسط مهمانان متغیره، ولی اونم باز دوباره من از دوستان عزیزان مهمانان نازنین خواهش میکنم که تا سقف 10 دقیقه زمان پاسخگویی رو محدود کنن. برای هر پرسشی هم که مطرح میشه اگر مهمانان نازنین دست هند رایز کنن، من به ترتیب خدمتشون میرسم و بهشون میکروفون میدیم تا صحبت کنن. و همین دیگه نکته چهارم هم هدف اصلی اسپیس های حزب ایران نوین طرح پرسش از مهمانان حزب در خصوص موضوع جلسه و صحبتاشون هست و نه اظهار نظرهای حاشیه‌ای. به خاطر همین هم هر گونه بحثی که منجر به حاشیه رفتن جلسه بشه توسط مدیران متوقف میشه. سپاس از اینکه با ما هستید. اجازه بدید من میکروفون رو قبل از هر چیز به جناب نجات بهرامی بدم. درود بر شما جناب بهرامی، خوش آمدید، میکروفون در اختیار شما. درود بر شما و متشکر از دعوتتون. من خیلی خوشحالم در ابتدا عرض کنم که در جمع شما هستم، حزب ایران نوین، حزبی که واقعا بسیار طوفانی و کوبنده شروع کرده و واقعا از این که من میبینم در گوشه و کنار دنیا خیلی خوب داره کار میکنه، به نوبه خودم خیلی خوشحالم. امیدوارم به همین شکل و با همین قدرت ادامه بدید. این حاصل زحمات همه شما دوستان عزیز هست. اما در ارتباط با موضوع برنامه من خیلی سریع برم سر اصل موضوع. البته خب موضوع بسیار موضوع وسیعی هستش که شاید اگر مثلا موضوع یک پایان‌نامه دانشگاهی بود ایراد می‌گرفتن که خیلی موضوع بازه و مشخص نیست از کجاش باید شروع کرد. اما خب موضوع جذابی هستش که خب موضوع بحث‌های شبکه‌های اجتماعی و اون سوشال مدیای فارسی در سال‌های اخیر رو در خودش در واقع جا میده. نمیدونم اگر خیلی تجربه اسپیس من کم دارم، اگر صدا ایراد داره یا مشکل دیگه هست به من تذکر بدید و الا من ادامه بدم. همه چی عالی هست و ما مشتاق شنیدن فرمایش شما هستیم. بسیار عالی. یک دقیقه قبل از اتمام زمانم من همیشه نیاز دارم تذکر بگیرم، این رو هم در پرانتز اتفاق. من هند رایز میکنم که تمرکز شما به هم نخوره، اگر نیاز هم هست بفرمایید من میکروفون باز کنم. خواهش میکنم. چشم، ممنونم. از رفراندوم 12 فروردین تا برجسته شدن فائزه هاشمی یا معرفی فائزه هاشمی به عنوان مدافع حقوق زنان ایران، به نظر من این تیتر و این عنوان واقعا یک حقیقت بزرگی رو هم در خودش داره، یعنی حقیقتی که شاید سالها و دهه ها سرش اختلاف نظر بوده بین جریان ها و گفتمان های سیاسی متعدد و متفاوتی که حالا در سپهر سیاسی ایران مشغول
یا مبارزه با جمهوری اسلامی یا مشغول اصلاح سیستم و اون چارچوب‌های سیاسی جمهوری اسلامی بودن، این عنوان به نظر من بسیار گویاست و در سالهای اخیر مخصوصا و مخصوصا در یک سال اخیر بعد از شکست منشور جورج تاون به نظر من به یک نقطه بسیار شفاف و روشنی رسیده این موضوع، و اینکه شاید بشه الان با جرأت بیشتری و با صراحت بیشتری بدون لکنت زبان بگیم که در همه این چهار دهه، بیش از چهار دهه، در واقع اکثر گفتمان‌هایی که مشغول فعالیت بودن غیر از جریان ایرانگرا و جریان پادشاهی خواه به طور اخص، در واقع طیف‌هایی بودن که خیلی راحت میشه اینها رو ذیل مفهوم اصلاح طلب اینها رو جا داد، حتی اونهایی که سابقه مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی رو هم دارند. شاید این حرف و این ادعا اغراق به نظر برسه، اما واقعیت اینه که اگر ما به اون چارچوب‌های ایدئولوژیک و اون کلان روایت‌هایی که به هر حال قبل از انقلاب 57 در اون فضای اپوزیسیون علیه پهلوی وجود داشت به اونها برگردیم، اونها رو روی میز قرار بدیم، میبینیم که جریان هایی که من به اونها دارم اشاره میکنم هر کدوم یک یا چند موضوعی، چند کلان روایت رو دارن نمایندگی میکنن، و در همه این سالها در واقع ما شاهد یک جدال بین مغلوبان بعد از انقلاب 57 با اون جریان و طیف غالبش، یعنی همین روحانیت حاکم هستیم و چیزی غیر از این نبوده. البته من این رو باید خیلی مفصل بهش پرداخت در جای خودش که در یک برهه‌ای از زمان و اواخر دهه 70 خورشیدی، خب یک طیف پرجمعیت و بزرگی از مردم ایران خب به همون پروسه‌ای پیوستن که به دنبال اصلاح حکومت یا استحاله حکومت یا از بین بردن حکومت به یک روش نرم و کم هزینه تر بودن، و این جریان و این جمعیت و این طیف ها رو ما باید به صورت جداگانه در نظر بگیریم. اینها کسانی بودند که خب در بعد از انقلاب عموما به دنیا اومده بودند، یا در زمان انقلاب 57 سن و سال چندانی نداشتند که شرایط رو درک کنند. خب اینها یکی دو دهه اول و اون کودکی و نوجوانی خودشون رو زیر سایه ایدئولوژی سنگین جمهوری اسلامی که مخصوصا در دو دهه اول و اون سالهای ابتدایی انقلاب بسیار سنگین و وحشت آور بود و بسیار هم این ایدئولوژی در اون زمان کار میکرد، برعکس یکی دو دهه اخیر که در واقع ایدئولوژی جمهوری اسلامی یک تبل دوخالی پر سر و صداست اما کسی رو مجذوب خودش نمی کنه یا در خودش حل نمی کنه. خب این مسئله در دهه اول، خب من کسی هستم که دقیقا همون سال انقلاب به دنیا اومدم، در دانش آموز بودم در مدارس جمهوری اسلامی در همون سالهای اول و تا زمان دانشجویی، خب اون فضای سنگین رو کاملا الان که دارم دربارش حرف می زنم همه دوستانی که سن و سال من رو دارن کاملا متوجهن که من چی میگم. خب این طیف واقعا ارتباطی هم، خب فضای شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها هم که مثل الان نبود، ارتباطی هم که با نسل پیشین نیروهای ایرانگرا یا پادشاهی‌خواه یا کسانی مثل شاهزاده رضا پهلوی به اون صورتی که الان هست، این ارتباط و این سیم‌ها اینجوری برقرار نبود. خب این یک مسئله طبیعی بود که در همون به هر حال سیاهی مطلقی که پیرامون ما رو گرفته بود، خب جمعیت زیادی از مردم برن به این سمت که علارغم عدم اعتقاد به چارچوب‌های جمهوری اسلامی یا علارغم اینکه هیچ وقت باور نکردن که جریان اصلاح طلبی یا تحول خواهی در چارچوب جمهوری اسلامی راه به جایی میبره، علارغم این مسائل خب به صورت تاکتیکی دنبال این باشن که روزنه های باز بشه و از طریق اون روزنه ها و دریچه ها گام های بزرگ بعدی، گام های بلند بعدی برداشته بشه. این واقعا یک رویکرد بسیار پراگماتیستی و مفید و
از سر ناچاری بود که هیچ وقت قابل سرزنش نیست و خیلی نباید ما این مسئله رو از طرف جریان‌های 57 که به قول معروف میان میگن که فلان جریان یا فلان فرد فلان نیروی جوانی که الان پادشاهی خواه و ایرانگراست در فلان سال رأی داد در فلان سال نمیدونم فلان صحبت رو کرد، اینها باید این حرف رو بزنن ولی نیروهای ایرانگرا نباید در این دام بیفتن. چرا اینا باید این حرف رو بزنن؟ برای اینکه خب جمعیت عمده‌ای که بعد از چند دهه سکوت و سیاهی یک دفعه سر برآورد و فهمید که نه، این ضربه زدن به پیکره جمهوری اسلامی از داخل به امید اینکه استحاله بشن، به امید اینکه جنگ قدرت به نفع مردم به جای مثبت و خوب و قابل توجهی برسه، بعد از اینکه فهمیدن این اتفاق واقعا نمیفته، بسیار پخته تر و با یک دانش سیاسی افسونتر اینها اومدن و از جمهوری اسلامی عبور کردن و شاید به جرئت من بتونم بگم که 95% اینها که رفتن و این مسیر رو آزمودن و از جمهوری اسلامی عبور کردن، اینها پادشاهی خواه یا حداقل ایرانگرا هستن و به هیچ وجه زیر بار هیچ کدوم از اون کلان روایت های مرتبط با انقلاب 57 نمیرن، چه بحث سیاست خارجی و اون کلان روایت ها که میگن به عنوان مثال بحث دفاع از ملت مظلوم فلسطین و یک چارچوب یک میخ ایدئولوژیکی که چه جمهوری اسلامی و چه همین نیروهایی به ظاهر اپوزیسیون جمهوری اسلامی دهه ها در خارج از کشور از این میخ آویزون بودن، یا مثلا در صحنه داخلی یک کلان روایت هایی که اینها شاید یک بازگشتی به اون خواسته های مردم در انقلاب مشروطه بود که بعداً با روشنفکری وابسته به شوروی به محاق رفت و بعد دوباره جمهوری اسلامی حاکم شد و ما دیدیم که این روشنفکری و این گفتمان بسیار زیبا اتفاقاً این دفعه از زبان توده های مردم مثلا از 95 و 96 به بعد حاکم شد و هنوز هم خوشبختانه شواهد و قرائن نشون میده که اصلا نه تنها دچار ضعف نشده بلکه اتفاقا توفنده تر از قبل داره به مسیر خودش ادامه میده. من این پرانتز خیلی بزرگ رو برای این باز کردم که اصلا قصدم این نیست که بگم کسانی که مردم رو دعوت به رأی دادن کردن کار درستی کردن، ولی در کنار این مسئله ما شاهد بودیم که بسیاری از همین نیروهای ایرانگرا یا پادشاهی خواه خودشون اذعان کردن خیلی با صراحت و شجاعت که بله این راهی که رفتیم به بن‌بست خورد. اما این که مجاهدین خلق نمیدونم کسانی که خودشون شریک فدایی خلق بودن تجزیه طلبن، تمام سلولهای اون جریان فکری و گفتمانیشون با جمهوری اسلامی یکسانه، اصلا از یک آب و هوا تغذیه کردن و تقریبا بجز بحث کسب قدرت هیچ اختلاف گفتمانی و ایدئولوژیکی تو اون روایت های کلام با جمهوری اسلامی ندارن. اینها میان و به عنوان مثال نیروهای جوان ایرانگرا رو متهم میکنن به این مسئله، اینا چون هدفشون چیز دیگه‌ایه، هدفشون اینه که اون سیل بزرگی از مردم رو که بعد از ناامیدی از اصلاحات، خب اینا که نمیگن بله اصلاحات دیگه در کشور انجام نمیشه پس ما بریم به تجزیه طلب‌ها بپیوندیم، یا پس ما بریم اون نیروی اداری و حتی نظامی اون کسانی که بالاخره یک حکومت نفتی در ایران حاکم هست که 80% اقتصادش دست دولته و جمعیت عمده‌ای از مردم یک گوشه و کنار این کشور در ارگان‌ها در سیستم‌های دولتی خدماتی تولیدی اینها که وابسته به دولت وابسته به حتی نهادهای نظامی هستند برای امرار معاش مجبورن که باشن. این که یک چیزی نیست که ما بخوایم همه رو سرزنش کنیم، یک جمعیتی بود که اینها پیوستن به جریان ایرانگرا و در نتیجه کسانی که اینها رو میزنن همشون نیت خوب و نیت مثبتی ندارن و با ما باید مراقب این مسئله باشیم. و در نهایت من یک جمله این رو اشاره کنم و ببندم و دوستان دیگه صحبت کنن، در حال فرصتی سوالات من ادامه میدم چون خیلی این رو ادامه دادم و وقت گرفت. اینکه این جریانات که دنبال
گرفتن قدرت از هسته روحانیت، هسته سخت قدرت و به دست آوردنش هستن، خب باید هم با آلترناتیو جدی مقابله کنن، تخریب کنن، مسخره کنن و در نهایت در نهادها و اون تینگ تنگ ها و رسانه های خارج از کشور شرایط رو به سمتی سوق بدن که باز چهره هایی مثل فائزه هاشمی رفسنجانی بولد بشن و کسانی دیگه. من تا اینجا میبندم که وقت رو نگرفته باشم، حالا در فرصت های دیگه یا در بین سوالات حالا بحث خودم رو کامل میکنم. عذر میخوام اگر طولانی شد. خیلی سپاسگزارم. من مثل همیشه لذت بردم و استفاده کردم. مطمئنم همه عزیزان به همین شکل. قطعا بحث چون پیرامون همین قضیه است، من فکر میکنم در خلال پرسش و پاسخ هم به ادامه فرمایش شما خواهیم رسید. خیلی متشکرم. جناب محمد حیدری عزیز و نازنین، من افتخار دوستی با شما رو خارج از این فضا هم دارم. میکروفون در اختیار شماست. باعث افتخار بنده است 10 دقیقه شما رو بشنویم. قربان. مرسی هادی جان. هادی جان مایک تو باز کن اگر من داشتم زمانم یه دقیقه مونده همونجوری که نجات عزیز فرمودن من رو قطعم کن، چون میخوام تمام فوکوسم رو به جای زمان بدم به حرفایی که میخواستم خدمت شما بزنم. درود و سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، رفقای قدیمی و دوستان جدید. سپاسگزارم از حزب ایران نوین که بنده رو دعوت کردن امروز به این اسپیس. واقعا سپاسگزارم، این باعث خوشبختیه که بشه با رفقای عزیز و دوستان قدیمی نشست سر یک میز، حتی اگر میز ویرچوال باشه. سپاس خاص خدمت آقای میلاد فقیه کاشانی و آقای هادی جدیدی برای اینکه این زحمت اداره این اسپیس رو میکشن، جناب آقای حامد شیبانی راد که بنده واقعا بدون تعارف سعادت آشنایی با ایشون رو پیدا کردم از مدتی پیش، اونم از کلاب هاوس نه از اسپیس توییتر، و جناب آقای نجات بهرامی که من همیشه پیگیر بحث های خوب ایشون بودم و خوشبختم که آقای میرزایی هم که امروز مثل این که امروز برای اولین بار خدمت ایشون میرسم. روی کرد بنده در صحبتهایی که امروز در قسمت اول میخوام بکنم مثل همیشه روی کردیه که بتونه در نهایت یک دقیقت یک خردلی به قدر سر سوزنی اضافه بکنه به اون گفتمانسازی که ما نیاز داریم تا در جهت تغییر رژیم حرکت کنیم. بدین معنا این عرض رو دارم خدمتون میکنم که لزوماً برای نگاه به این خیانت و خباثت 12 فروردین 58 نیستش که بنده اینجا سخن میگم. اگه این گونه باشه که ما هم میشیم مثل همونایی که شاهزاده رضا پهلوی تو این صحبتایی که کردن تو جمعیت جمهوری خواهان حامی خودشون گفتند که مردم دیگه از گفتگوهای مربوط به 50 سال پیش 40 سال پیش راجع به این وقایع تاریخی و اینا خستند، یه حرف نو میخوان. پس با این اساس من سعی میکنم یه نگاه یه رویکرد متفاوتی رو داشته باشم که در نهایت بتونم یه پیشنهاد مشخص روی میز بگذارم در ذیل این تایتل بخش اولش که مربوط به این کلاهبرداری 12 فروردین 1358. با این مقدمه اجازه بدید یه نکاتی رو عرض کنم. نکته اول اینه که این دروغ شنیع و کثیف 98.2% رأی مثبت به این رژیم جمهوری اسلامی بنابر شواهد گوناگونی که الان دیگه حتی دستندرکاران اون کلاهبرداری بیان کردند، این یه دروغ شنیع و کثیف بوده. چقدر ما تونستیم این دروغ شنیع و کثیف آلوده رو به جامعه جهانی بشناسونیم؟ چقدر تونستیم به مردم خودمون بشناسونیم در جهت گفتمانسازی که میخواد به شکلگیری یک نهاد قدرت از کف جامعه تا رأس هرم بیانجامه؟ حسین لاجوردی تو صحبتهایی که چندین سال پیش، فکر میکنم ایشون فوت شدن متاسفانه اگه اشتباه نکنم،
ولی چند سال پیش در وی او ای میگه که من اون موقع در زمان این فاجعه کلاهبرداری 12 فروردین 57 رفراندوم کذا و کذا رئیس مؤسسه آمار بودم و رفتم پیش این صادق طباطبایی و اون موقع صادق طباطبایی بهش گفت صحبت کردیم یه روز قبلش یا چند روز قبلش و بر اساس آمار متوجه شدیم آمار 55 و 57 که یه چیزی تقریبا 15 میلیون خورده یا دقیقش خوردهش یادم نیست میتونستن رای بدن یا 16 یا 17 حالا یه همچین رقم و بر اساس اون نتیجه‌ای که نهایتاً اینا کلیم کردن یعنی مورد ادعاشون بود یعنی همین 98.2% که عرض میکنم یه دروغ بوده بعداً و سورسش هم یعنی منبعش هم خدمت شما میگم 7 میلیون رای اضافی اینا اعلام کردن ببینید یعنی 7 میلیون آدم رو اضافه کردن عرض میکنم چرا این مهمه یعنی اینکه این انتخابات از حیز انتفاع یعنی اصلا از اساس باطل تموم با همین یه دلیل حالا متاسفانه چون من این بحث رو با بعضی افراد که حالا خود سیاست یعنی حالا چی بگم کلمه نمیخوام میخوام پولیتیکلی کرکت صحبت کنم مواظب باشم با بعضی افراد سیاستمدار که بعضیاشون جلوی تلویزیون ها می نشینن در سالهای پیش صحبت کردن می گفتن آقا ما خودمون دیدیم مردم رفتن ما خودمون دیدیم چه فرقی میکنه حالا 14.5 میلیون بوده یا 20 میلیون یعنی میخوام بهتون بگم سطح سواد و سطح رویکرد سیاسی چقدر افتضاح بوده در این سالها یعنی فرق این که آقا فرقش در اصل صحتشه شما اگه تو امتحان تو مدرسه تقلب میکردید چه نمره شما 20 بوده چه 18 بوده چه 10 یعنی مردودی مهم نیست که شما با چه شد دیدی مردم رفتن سر اون مسجد کذا و کذایی سر خیابونشون توی فلان نقطه فلان شهر چقدر رفتن مهم اینه که قرار نبوده نمیتوانسته از لحاظ ریاضی بنابر گفته رئیس آمار یعنی حسین لاجوردی بیشتر از 15 میلیون خورده‌ای باشه 15 میلیون سقفش بوده وقتی اعلام شده 20 میلیون خورده‌ای اولش که خمینی مثل اینکه دو سه روز بعدش میگه 22 میلیون بعدم میکشن پایین میکننش 20 میلیون یعنی اصلا باطله آقای سیاست مدار چه فرق میکنه تو چی دیدی مگه چشم تو متر و مقیاسه نکته دیگه که مردود بودن اصل این انتخابات به ما میگه یعنی اینکه گرامیان آقایون خانمایی که شما خودتون اصلاح طلب حالا اسمتون عوض کردید گذاشتید گذار طلب شدید اصلاح چیزی که اصلا از اساس نه به خاطر اینکه بنده و دوستان ما و ملت ایران از نتیجش خوششون نمیاد به خاطر اینکه اساسش بر مبنای علم ریاضی غلطه دروغه آمارسازیه به رأی گذاشتن هر اصلاحیه‌ای بر اون اضافه کردن هر مشتقی بر اون یا کم کردن هر چیزی از اون باطله چیز باطل باطله بنابراین این که یه تعدادی از شماها تو همین چند سال پیش آقای تاج‌زاده نمونش اما این تعداد از اصول این قانون اساسی رو ورداریم اینجاش فلان بشه درست میشه نه چیز غلط غلطه از بنیاد غلطه چیز غلط رو تو نمیتونی بیای آرایشش کنی این دروغه رفت یعنی اصلا دروغ محض رو نمیشود تغییر داد باید از ریشه در آورد و یه چیزی دوباره بنا کرد
نکته بعدی روایت سازی های انحرافیه که هنوز پس از 45 سال امتداد داره. ملت رو سرگرم میکنه و متاسفانه گاهی خود ما بنده حقیر اولیش به اون واکنش نشون میدیم. مثلا چی؟ جریان ملی مذهبی. جریان ملی مذهبی هنوز میاد، حالا هادی جان اشاره کرد کلاب هاست اونجا بیشتر میپلکن، میاد تو کلاب هاست اتاق میزنه، هزار خورده آدم میشینن اونجا، به چی میباله؟ به این میباله که یه بازنده سیاسی مانند مهدی بازرگان حامی و مبلغ جمهوری دموکراتیک اسلامی بوده. یعنی میگه ما گفتی باید دموکراتیک باشه. یعنی این حد از سطحی نگری در قرن 21 شگفت‌آور خانم و آقایون. انگار با اضافه کردن یه پسوند میشه پسوند دموکراتیک به جمهوری یا پیشوند دموکراتیک به اسلامی. این ببخشید وقتم تموم شد. من فقط گفتم و اعلام کنم خدمت، امیدوارم تمرکزتون به هم نزن. نه خواهش میکنم، الان سقفش رسید یا یه دقیقه مونده سقفش رسید، ولی از رانت شما رانت دارید یه دقیقه رو. چیزای بعدی رو نگم دارم، فقط این جمله رو بگم. انگاری که با این خانوم ها و آقایون ملی مذهبی باید گفت، انگاری که با افزودن یه پسوند یا پیشوند دموکراتیک به اون انتخابات کذا و کذا رفراندوم دروغین، این افتضایی که الان بار اومده یه جور دیگه میشد. یعنی ببینید این حد از سطحی نگریه که آرامش دوستدار میگفت که امتناع تفکر در فرهنگ دینی، یعنی این، یعنی این فکر میکنه با اضافه کردن یه صفت، یه پیشوند پسوند به یه واژه نتیجه متفاوت میشده. اینقدر از گرفتاری ما داریم. بنابراین این روایت ما با این استدلالا در مورد این موضوع خاص میتوانیم یک در حقیقت یه موج، یه روایت خاصی رو که شاید بشه بر اساس اون جامعه رو در حقیقت به قلیان آورد از لحاظ فکری، مبانی فکری به کار ببندیم. خیلی متشکرم حاجی جان. دوستان ببخشید اگه وقت خودم وقت بعدی منو کمتر بکنم. مرسی. سپاسگزارم. ممنونم از همه فرمایشاتتون استفاده کردم. من بدون فوت وقت میرم خدمت جناب احمد میرزایی نازنین. جناب میرزایی دیگه خودشون صاحبخونه هستن اینجا از اعضای حزب ایران نوین. میکروفون در اختیارتون جناب میرزایی، 10 دقیقه با افتخار در خدمتتون هستم. درود به یکایک دوستان و با شادباش نوروز به همه مخاطبین عزیز این اسپیس و با سپاس از یاران گرانقدر و هموندان گرامی خودم در حزب ایران نوین که این لطف رو به من داشتند که بتونم در این مجال صحبتی داشته باشم در ارتباط با موضوع طرح شده. خب من بدون فوت وقت بحث خودم رو شروع میکنم. تصور میکنم با توجه به اینکه در سالگرد شعبده به اصطلاح رفراندوم جمهوری اسلامی قرار داریم، این واقعه و مسائل پیرامون اون به نوعی میبایست محوریت داشته باشه در گفتگوی ما. خب میدونیم که پس از ائتلاف دو بال ارتجاع که به نوعی میشه اونها رو در واقع فرزندان معنوی شیخ فضل الله نوری و میراثداران فکری و نظری حیدرخان عموقلی، اگر از تبارشناسی سیاسی بخوایم مدد گرفته باشیم، میشه اونها رو این چنین معرفی کرد. و بعد از استیلا و چیرگی اونها بر میهن ما در بهمن 57، با توجه به اینکه وجه مذهبی ارتجاع غالب بود و زعیم اون قائله یعنی روح الله خمینی نقش محوری داشت در روند وقایع، اونچنان که پیش از 57 هم به وضوح و صراحت از ایده های واپسگرایانه خودش برای اداره کشور سخن گفته بود، حرکت کردند اینها به سمت ایجاد چیزی شبیه به امارت اسلامی، چیزی شبیه به اونچی که فی المثل در افغانستان امروز تحت حاکمیت طالبان شاهدش هستیم. اما
چنین امری، یعنی به وجود آوردن یک ترتیبات سیاسی بدوی و پیشا مدرن عملا ناممکن بود. چرا؟ به این دلیل مشخص که ملت ایران بیش از نیم قرن تحت یک حاکمیت ملی مدرن در عصر بیبدیل پادشاهان پهلوی و بر بستر حقوقی قانون اساسی مشروطه ایران و با پا گرفتن نهادهای مدنی مدرن بر پایه این قانون، درجاتی از توسعه یافتگی رو در تمام ابعاد و شئون زندگی سیاسی اجتماعی تجربه کرده بودند و به اقتضای این توسعه یافتگی چیره شدگان بر مقدرات ملت ایران ناگزیر بودند یک آب و رنگ حقوقی به پروژه ارتجایی خودشون بزنند. خب اولین نمود بیرونی یک چنین تلاشی که در حقیقت شروعی بود برای گام‌های بعدی اینها در این مسیر، فروختن یک قالب و یک فرم جدید و متفاوت از نظام پادشاهی مشروطه که عبارت بود از جمهوری اسلامی در قالب یک به اصطلاح همه پرسی. منتهای مراتب از اونجایی که این تلاش یک فرمالیته محض بود و اصالتی رو در پس خودش نداشت، به دلیل اینکه ما سنت جمهوری خواهی قابل اعتنایی در ایران نداشتیم و اساسا جمهوری دست کم تا اون زمان برای ملت ما یادآور مواردی بود مثل جمهوری سرخ گیلان یا جمهوری مهاباد که مشخصا ساخته و پرداخته زائده های اتحاد جماهیر شوروی در ایران بودند و به این جهت اصالتی پشت این نبود. معماران این حرکت، یعنی همه پرسی 12 فروردین 58، یک مورد اساسی رو از یاد بردن یا نادیده گرفتن و اون عبارت بود از تعیین تکلیف نظم حقوقی پیشین، یعنی قانون اساسی مشروطه ایران، به عنوان یک میثاق ملی و قرارداد دیرپا که وضع ملت ما رو با هیئت حاکمه مشخص میکرد و تعریف میکرد. وقتی یک چنین میثاق و در حقیقت قراردادی وجود داره، پیش شرط هر گونه تلاش مشروع برای پیریزی ترتیبات حقوقی جدید و آلترناتیو، تعیین تکلیف ملت ایران با این میثاق هست. خب میدونیم که به هیچ عنوان و تحت هیچ سازوکار حقوقی این تعیین تکلیف صورت نگرفت و قانون اساسی مشروطه ایران به رأی ملت ایران ملغا نشد و به همین واسطه از نقطه نظر حقوقی این قانون معتبر، قابل ارجاع، استناد و اتکاس به عنوان یک به هر حال نقطه عزیمت و یک زیربنایی برای پیریزی ترتیبات حقوقی پس از جمهوری اسلامی. و من تصور میکنم درست به همین اعتبار بود که شاهنشاه فقید ایران در وصیت سیاسی خودشون سرنوشت کشور رو به این قانون سپردن. من اگر بعد فرصتی داشته باشم به اون فراز درخشان از وصیت سیاسی پادشاه فقید اشاره خواهم کرد. به همین نسبت و به همین ترتیب اونچه که تحت عنوان همه پرسی برای به کرسی نشاندن یک نام، یعنی جمهوری اسلامی، صورت پذیرفت، چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی از اساس بی اعتبار است. به لحاظ شکلی بی اعتبار است، چرا که یک نام رو جایگزین یک میثاق ملی معتبر و فسخ نشده کرد و به لحاظ محتوایی بی اعتبار است به جهت اینکه این نام نه مستحضر به یک پیشینه و نمونه تاریخی بود که مورد قضاوت و ارزیابی قرار بگیره و نه اصولا طراح این نام، یعنی روح الله خمینی، آنچنان که از یک جایگاه فرادست گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، در معرفی و ارائه این نام مشخصا هیچ محتوای قابل ارزیابی و ارزشگذاری ارائه نداد. بنابراین از جنبه محتوایی هم بیس و مبنای حقوقی رژیم جمهوری اسلامی اساسا بی بنیاد هست. من با توجه به اینکه فرصت هم فکر کنم رو به اتمام باشه، اگر بخوام جمع‌بندی کرده باشم، اون چه که 12 فروردین 58 و اون به اصطلاح همه پرسی به یاد ما میاره این هست که رژیم جمهوری اسلامی
نه تنها به واسطه ناکارآمدی و فروپاشی اون اسطوره‌های ذهنی که حکمرانیش رو در نظر بخشی از جامعه ایران توجیه می‌کرد مشروعیت خودش رو به تمامی از دست داده، بلکه پیش از اون از اساس فاقد کمترین سطح از مشروعیت حقوقی بوده. و خب در سوی دیگر ماجرا شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر بیبدیل انقلاب ملی و از منظر ما پادشاهی خواهان میراثدار پادشاهی مشروطه ایران، نه تنها به اتکای ملاحظات و فکت‌های تاریخی برآمده از کارنامه درخشان پدر و پدر بزرگ ایشون در مقام پادشاه مشروطه ایران و نه تنها به واسطه برتری تئوریک و نظری نظام پادشاهی مشروطه بر دیگر گزینه‌ها، بلکه توامن به واسطه وجود یک زیربنا و بنیان حقوقی معتبر و مستحکم موقعیت ممتاز و بی‌نظیری دارن. چیزی که در پایان من دوست دارم اضافه کنم این که این موارد، یعنی سرمایه سیاسی اجتماعی گرانسنگ شاهزاده رضا پهلوی ناشی از نمایندگی ایشون از یک دوره تاریخی شکوهمند، مباحث تئوریک و نظری مربوط به پادشاهی مشروطه و بیس و مبنای حقوقی در واقع مشروطه نه تنها نقیض یکدیگر هیچ زمان نبوده و نیستند، بلکه یکدیگر رو پشتیبانی میکنند و تقویت میکنند. من عرایزم رو اینجا به پایان میرسونم. اگر مجال دیگری بود در مورد هر یک از این مواردی که عرض کردم میتونم به شکل بسیطتری در واقع صحبت کنم. سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از شما جناب میرزایی عزیز بابت اولا مدیریت زمان فوق‌العاده‌تون، بعدم بابت یادآوری شادباش نوروز. من پوزش میخوام، بایستی تبریک میگفتم، خجسته باد میگفتم نوروز باستانی و خدمت همه عزیزان. اکثر عزیزان چون در خدمتشون بودم قبلا فکر کردم به همه گفتم، هرچند به حال رسما در این اسپیس که اولین اسپیس سال 2583 شاهنشاهی ما هست، جا داره که شاد باش بگم. آرزوی بهترین ها، آرزوی نجات میهن در سال جدید و آرزوی گذار از این حکومت جهل و جور و ستم. جناب حامد شیبانی راد، من خسته نباشید و تشکر از شما و سایر عزیزان بابت زحمتی که دارید میکشید برای گرد همایی 4 اپریل در بروکسل که قرار هست در میدان لوکزامبورگ برگزار بشه در برابر پارلمان و اتحادیه اروپا برای درخواست از اروپا برای گذاشتن سپاه پاسداران در عنوان در لیست تروریستی، به عنوان یک گروه تروریستی. میکروفون در اختیار شما حامد عزیز. فقط دوستانی که در قسمت آدینس هستن تشریف بیارید، چون بعد از صحبت‌های جناب شیبانی ما وارد بخش دوم اسپیس میشیم، بخش پرسش و پاسخ. هندرایز کنید در این زمانی که از صحبت‌های حامد جان شیبانی را استفاده میکنیم تا بعد از فرمایش ایشون دیگه وارد مستقیم بریم وارد قسمت دوم بشیم. میکروفون در اختیار شما حامد جان، بشنویم شما. قربان. مرسی، خیلی ممنون هادی. عرض درود و ادب خدمت همه دوستان و حضار در اتاق و چه کسایی که حالا بعدها این اتاق رو میشنوند، و مرسی از نجات عزیز، محمد عزیز و احمد گرامی که دعوت برگزار کنندگان اسپیس رو پذیرفتن، شرکت کردن. و باز هم ممنون نجات گرامی و محمد بابت کلمات مهربانه‌ای که راجع به حزب ایرناوین گفتید. امیدوارم که ما واقعا بتونیم انجام وظیفه بکنیم. ایران به همه ما نیاز داره و حزب ایرناوین هم بدون حمایت‌های شما قطعا نمیتونه مأموریت برای خوش تعیین کرده رو انجام بده. به حال صحبت‌های شما نجات عزیز خیلی دلگرم کننده بود و احساس کردم که مسئولیت سنگینی به عهده داریم و امیدواریم که اون 4 اپریل وظیفه‌ای که برای خودمون تعیین کردیم بتونیم موفق انجام بدیم و به حال گوشه‌ای از این ماجرا رو بگیریم. نکته مهمی که در واقع سوالی که نجات پرسید، در واقع نقدی که بخوام دقیق‌تر بگم، نقدی که به انتخاب سوژه داشت،
که چرا سوژه اسپیس خیلی باز هست، خیلی عمومی هست. دقیقا هدف ما بودش که سوژه های انتخاب بکنیم که مهمانان گرامی وقتی حاضر میشن ذهنشون از قبل آماده نباشه اون چیزی که ازبرای نوین خواسته صحبت بکنن، بلکه بتونن راجع اون موضوع، اون تئوری و تز خودشون ارائه بدن و اینکه صحبت ها خیلی همپوشانی نداشته باشه. اما نکته جالبش اینجاست که من چیزی که فکر کردم بگم، هر سه عزیزان خصوصا بیشترش و نجات عزیز گفت و این هم برای خود من جالبه، با اینکه ما سوژه رو باز انتخاب میکنیم که صحبت ها روی هم نباشه، ولی بخش بزرگ از صحبت های من که در واقع تبارشناسی مبارزه با جمهوری اسلامی بود رو تو صحبت های نجات بود. بذاریم حالا من از صحبت احمد شروع بکنم تا به اون تبارشناسی برسیم. محمد و احمد به درستی گفتند که 12 فروردین 58 و رفراندوم مشروعیت نداره، هم به خاطر تقلب هایی که شده بوده، هم به دلیلی که مردم قبول نکردن، و هم به دلیل ساده تر که شاید از لحاظ حقوقی نشه این رو نامشروع دونست، اما از لحاظ عرف و اینکه مردم نمیپذیرن این رو، اینه که 22 بهمن 57 تا 12 فروردین 58 یعنی کمتر از دو ماه، حدود دو ماه زمانی رو که مردم اصلا بفهمن جمهوری اسلامی یعنی چه، و توی گزینه ها هم چیزی جز این نبود، جمهوری اسلامی آره یا نه، و قبلش هم خمینی تعیین کرده بود که چه میخواهد، و با تقلب هایی که حتی با این حال هم از رأی مردم ترسیده بودند، و با تقلب هایی که شده بود. یعنی شما تصور بکنید که یک نظام شاهنشاهی که بالکل اساس این نظام سیاسی متفاوت هست از بین رفته است، و شما یک موجود عجیب الخلقه، کسی نمیدونه جمهوری اسلامی یعنی چه، رو بخواید به رأی بذارید در فاصله دو ماه، مردم رو متقاعد بکنید که این چیست. توی ویدیوهایی که از آرشیو میبینیم خیلی اصلا نمیدونن که جمهوری اسلامی چیست. برای همین ما اگر فرض بکنیم، فرض درستی بکنیم که به عنوان چه از لحاظ حقوقی، چه از لحاظ عرفی، چه از لحاظ مشروعیت اجتماعی رفراندوم 12 فروردین 58 دیگر موضوعیت نداره برای مردم ایران، اما اگر برگردیم به خود همون سال 58، متاسفانه این گونه نبود. متاسفانه در اون موقع پس از این رفراندوم براندازان واقعی که همون پادشاه خواهانی بودند که همچنان اعتقاد داشتند که قانون اساسی مشروطه پابرجاست و جمهوری اسلامی جمهوری هست، کسی هست که غصب کرده مملکت و نیروی اشغالگر هست، کم کم به مرور زمان در اقلیت بودند و متاسفانه در همون یکی دو سال ابتدای بهمنشون 57 بخش بزرگشون مجبور شدن ایران رو ترک بکنن و به عنوان یک جریان سیاسی پادشاهی خواه که همچنان باور داشتند که قانون اساسی مشروطه قانون اساسی ایران هستش و ملغا نشده به رأی مردم، به درستی احمد گفت، در اقلیتی در فضای سیاسی درون کشور در اقلیت محض قرار گرفتند و مردم متاسفانه، قاطبه مردم به خاطر اون تفاوت نسلی که ما داریم که بارها راجع به صحبت کردیم که نسل جدید شبیه پدران و مادران نیست که پذیرفتند و تسلیم شدند، جمهوری اسلامی رو پذیرفتند و در اون مجموعه شروع کردن، در اون جغرافیا احساس شروع کردن به زندگی کردن و اعتراضات مردمی به عنوان اعتراضاتی که بخواهند برای براندازی و سرنگی جمهوری اسلامی بشه، ما در دهه 60 به حال بلافاصله که جنگ ایران عراق شروع شد و در دهه 60 که یه مقداری جامعه سیاسی به خودش اومد، از سمت مردم و خیزش های انقلابی براندازانه و مخالف جمهوری اسلامی ما شاید چیزی نبودیم. اگر هم مبارزه‌ای بود، مبارزه‌ای بودش که انقلابیون 57 اتفاقا سر سفره انقلاب با هم درگیر شدن، چه گروهک های مختلف، چه گروه احزاب چپ و چه همشون در فاجعه 57 دخیل بودن و بعد سر سفره انقلاب درگیر شدن و درگیری های 60 اونگونه بود. من یه بار یه جای دیگه این صحبت کردم، به نفر اعتراض کرد که شما مثلا هفته اسفند 57 اعتراض زنان در خیابان رو ندیدید، که من پاسخم این است که چرا، من همونجوری که عرض کردم از دهه 60 اون روزهای ابتدای انقلاب مقاومت برای، چون هنوز نپذیرفته بودن که نظام پادشاهی از بین رفته است، مقاومت همچنان بود، اما کم کم اینها مجبور به ترک وطن شدند یا هم اگر بودند پذیرفتند و تسلیم شدند.
ما اولین اعتراضات سیاسی به نظام سیاسی جمهوری اسلامی در دهه 70 میبینیم. جنبش های دانشجویی در سال 73-74 و اوج جنبش های دانشجویی که اصلاحات سوار برش شد سال 76 بود. یعنی جنبش دانشجویی که به قصد به گمان من و زعم من جنبش دانشجویی که سال 73-74 شروع شد در مخالفت با اتفاقا هاشمی رفسنجانی شروع شد به قصد تغییرات اساسی و حتی سرنگونی بود که جنبش اصلاحات به اصطلاح اصلاحات تونست اون رو بدزده و ببره در خدمت جنبش اصلاحات قرار بده و از سال 76 و اوجش 78 جهت دیگه پیدا که باز هم شد یک جنبشی در درون خود نظام، یک فریق از نظام. مثلا نکته ای که قابل اشاره است این است که چون تیتر برنامه‌مون این هستش که از فروردین 58 تا معرفی فائزه، اون کسانی که در همون سالهای 76 به بعد خودشون رو به عنوان مخالفان نظام جمهوری اسلامی معرفی کردند، اصلاح طلبان، همون هایی هستن که در دهه 60 دانشجویان پیروان خط امام مشخصشون بود و دوران طلای امام رو یاد میکنن و همون هایی بودن که اتفاقا رفراندوم 58 رو خیلی روش تأکید دارن و همون هایی بودن که سفارت امریکا رو اشغال کردن. اینکه کسانی که دشمنیشون رو با امریکا شروع کردن با سفارت، با اشغال سفارت به اونجای رسیدن که از دهه 70 شروع کردن اتفاقا به غربگران نشان دادن خودشون تا به امروز که تصویر فائزه رو وزارت خارجه امریکا، کسی که سفارتش رو همین افراد ابراهیمزاده، اسقر ابراهیمزاده، معصوم ابتکار و بقیه دوستانشون گرفتند و در ادامه همون جریان هستن نشون میده. این فاصله رو ما بایستی بررسی بکنیم، یعنی چه شد که مخالفت با امریکا و جنگ با امریکا رو اینها شروع کردن، همون به اصلاح اصلاح طلبان، ولی از دهه 76 به این سو تا به امروز که تصویر بنت اکبر رو خود وزارت امور خارجه نشون میده چه اتفاق افتاد. اتفاق دقیقا اون تبارشناسی هستش که امیدوارم از وقتم نگذرم که مهم هستش بهش توجه بکنیم، چون اون نقطه اشتراک حرف سه تا عزیز، سه تا مهمان گرامی ما هستش. ببینید اگه بهتون کمک میکنه، شما 4 دقیقه دیگه زمان دارید. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنون. سعی میکنم تو همین 4 دقیقه تموم کنم. وقتی که اصلاحات، جنبش اصلاح طلبی به اوجش رسید سال 78 و کوی دانشگاه و دیدیم که چطور اصلاح طلبان تسلیم خامنه ای و زور سپاه شدند، اصلاح طلبان منظور اصلاح طلبان حکومتی مثل خود خاتمی نیست، جنبش اصلاح طلبی منظورم هست، اون قاطبه‌ای از مردم، خصوصا جنبش دانشجویی که به جنبش اصلاحات به نوعی نگاه میکرد که فکر میکرد که میتونه تغییرات اساسی ایجاد بکنه. منظورم از کسانی که آمدند و جنبش دانشجویی رو دزدیدند نیست به هیچ عنوان، اونها که بخش از نظام هستند. اون بدنه اصلاحات وقتی سال 78 در جنبش دانشجو دیدند که چگونه میتونه به انحراف بکشونه حرکت رو، تبدیل شد به جنبش های دانشجویی مستقل از اصلاح طلبان. خود نجات عزیز یکی از کسانی است که در دهه 80 با دانش آموختگان لیبرال فعالیت دانشجو و مبارزه با جمهوری اسلامی را آغاز کرده و اینجا فکر می‌کنم بهتر است هر کسی که میتونه شهادت بده که جریانات سیاسی دانشجویی که از اصلاح طلبان جدا کردن خودشون رو شروع کردن. منتها اونها هم هنوز در چهارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی مبارزه رو میدیدند و باز به اوج بعدی که میرسیم سال 88 است. یعنی سال 88 وقتی که یک جنبش عظیمی دوباره شکل گرفت و بعد از 76 دوباره تونست بخش بزرگی از مردم رو فریب بده. من خودم رو بذار مثال بزنم، من از کسانی بودم که به شدت خواهان تحریم انتخابات 88 بودم. تا دو روز مونده به انتخابات متاسفانه جنبش و کمپین تحریم رو شکست خورده دیدم و بین بد و بدتر انتخاب کردم و به مهدی کروبی رأی دادم و بعدش هم بلافاصله پشیمون شدم که همون کثیف کردن انگشتم لیاقت من کثیف کردن انگشتم هم نداشت اون جریان و حتی رأی نمیدادم، هم حتی کمپین تحریم انتخابات هم موفق نمیشد، شاید حداقل امروز میتونستم که انگشتم کثیف نکنم. به هر حال از بعد از 88 این جنبش ها و این بدنه جنبش دانشجویی به نوعی و البته بخش دیگه هم که دانشجو نبودند ولی مخالف جمهوری اسلامی، به نوعی متوجه شدند که به هیچ عنوان
راه تغییر اساسی در نظام جمهوری اسلامی از طریق وابستگی به جمهوری اسلامی و اصلاحات نیست. و من شخص خودم رو مثال میزنم که من فکر میکنم بسیار شبیه من هستن که سال 92 دیگه اون توب میخ آخر به تابوت حرکت در چارچوب نظام بود، وقتی که دیدیم که دوباره فریب اصلاحات میتونه مردم پای صندوق رأی بکشه. اینجا بود که چرخش به سمت اون براندازان اصلی، همانهایی که رفراندوم 58 رو نپذیرفتند، همانهایی که پادشاهی خواه بودن از همون روز ابتدا و رفته بودند و جمهوری اسلامی تلاش کرده اونها رو مسخره بکنه، تحقیر بکنه و ارزششون رو بیاره و با عنوانهایی که هنوز هم ادامه میده مثل اپوزیسیون لس آنجلس و خصوصا شاهزاده پهلوی، اقبال به سمت اونها شروع شد و گرایش به اون سمت رفت. به عنوان مثلا من خودم سال 92 بود که به این نتیجه قاطع رسیدم که سرنگون جمهوری اسلامی هیچ راهی جز پهلوی گرایی و شخص شاهزاده رضا پهلوی نداره و این چرخش به سمت شاهزاده رضا پهلوی میوه خودش رو سال 95 داد، یعنی به فاصله 3 سال در پاسارگاد 7 آبان 95 ما شاهد اولین اعتراضات خیابانی بعد از 88 بودیم که جنس دیگری داشت، جنس ایرانگرایی داشت. اول اعتراض بود که شاهزاده رضا پهلوی رو صدا زدند و بلا فاصله با فاصله اندکی بعدش در دی 96 شعار رضا شاه روحت شاد از فضای سیاسی سر در آورد. یعنی ما گرایش و چرخش مردمی که میخواستن از شر جمهوری اسلامی راحت بشن از سال 92 به گمان من شروع شد، 95 نمود بیرونی پیدا که از 96 گفتمان غالب فضای سیاسی شد ما میبینیم. و حالا من سعی میکنم تموم بکنم صحبتمو و حالا من دیگه از سال 96 به این ور فکر نمیکنم لازم باشه که یادآوری بکنیم که این جریان ایرانگرایی، پهلوی گرایی و اقبال به سمت شاهزاده رضا پهلوی چگونه تبدیل شد به اون جریان براندازان غالب. سوالی که مطرح میشه اینجا اینه که این اصلاح طلبانی که با آمریکا ستیزی شروع کردن و الان دست به دامن امریکا میشن برای اینکه این جریان غالب یعنی ایرانگرایی رو به کنار بزنند که در جامعه دیگه چون طرفدار و پایگاه اجتماعی ندارن مجبورن این کار رو بکنند، کجای ماجران؟ یک داستان. دو، آیا مردمی که پذیرفته بودند متاسفانه جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مشروع و امروز میدونیم که دیگه براشون نامشروع هست، آیا برمیگردند به صحبت و اون گروه، یعنی اون باور گروه های سیاسی واقعا برانداز، تمام این 40 سال برانداز بودند در ظاهر با بالا گرفتن یعنی غالب بودن گفتمان ایرانگرایی و خصوصا پهلوی گرایی و پادشاهی خواهی به طور خاص میشه پیش بینی کرد که بله، اما آیا بدون یک سخت افزار دموکراتیک میشه این رو پیش فرض کرد؟ اینها سوالاتی است که بایستی پاسخ داده بشه و پاسخ اینها رو خود شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان میراثدار پادشاهی، به عنوان ولیعهد که در نکته که احمد هم اشاره کرد پادشاه فقید به 3 اصل مردم رو سفارش میکنه و یکیش ولیعهد هست، یعنی شخص شاهزاده رضا پهلوی است و شاهزاده رضا پهلوی هم به صندوق رأی موکول کرده و گفته که صندوق رأی تعیین میکنه ما چه نوع نظامی میخوایم و آیا بایستی بازگشت به قانون مشروطه باشه یا نه. این اون بحث کلیدی است. من خلاصه کنم و خیلی طولانی حرف زدم که امروز قاطبه مردم همه میدونیم که برگشتن و به سمت و سوشون به سمت همون گروه هایی هستن که رفراندوم 58 رو نپذیرفتن و همچنان فکر میکنن که قانون اساسی مشروطه قانون ایران هستش، اما این رو در عمل متاسفانه از بعد از 58 نشون دادن که پذیرفته بودن و تسلیم جمهوری اسلامی شده بودن. آیا امروز ما بایستی دوباره به رأی بگذاریم یا خیر؟ بحثی است که در مجلس مؤسسان خواهد شد و در امروز در این لحظه من فکر میکنم که اکثریت نیروهای سیاسی اون 3 اصل شاهزاده رضا پهلوی رو پذیرفتند که اصل ملت هست، که این انتخاب و بازگشت به قانون اساسی مشروطه رو به صندوق رأی واگذار بکنه. خیلی ممنون، امیدوارم خیلی پرکنده صحبت نکردم و طولانی هم نباشه. ممنونم. من که مثل همیشه لذت میبرم، سپاس از شما. ممنون از توضیحات هر 4 عزیز، جناب
نجات بهرامی، جناب حیدری، جناب میرزایی و جناب شیبانی راد عزیز خوش آمد میگم خدمت بانو صبا خویی. از شما تشکر میکنم که توییت حزب ایران نوین درباره برنامه گرد همایی 4 اپریل رو هم بالا پین کردید. خیلی سپاسگزارم ازتون. میکروفون در اختیار شما 3 دقیقه. فقط قبلش من از دوستان دیگری هم که در اسپیس هستن دعوت میکنم که هند رایز کنن، تشریف بیارن بالا، وارد بحث بشن، پرسشی دارن مطرح کنن و بحث رو پیش ببریم. درود مجدد بانو صبا، میکروفون در اختیار شما 3 دقیقه. درود بر شما، درود بر همه دوستان و یاران، سپاسگزارم هم از شما هم از جناب شیبانی گرامی، آقای بهرامی، آقای حیدری دوست قدیمی، آقای میلا جان و باران بانو آران عزیز، احمد جان، همه دوستان و یاران که هستید. میخوام تو 3 دقیقه بگم. ابتدا اولا بگم وظیفمون هست همه اصلا یه درودی به همه شما دوستان و یاران، نوروزتون خجسته است. با آنچه را که از آقای شیبانی گفتن، با همین رفراندومی رو که به این نتیجه رسیدیم که فکر نمی‌کنم کسی بهش باورمند باشه، همین فرصتی رو که داریم میتونیم برای روز پنجشنبه 4 آوریل تمام دوستان و یارانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن در میدان بروکسل 4:30 گرد هم باشیم. اونجا نه فقط با پرچم‌های شیر و خورشید، بلکه با فرتورهای شاهزاده رضا پهلوی که نه فقط فریاد بزنیم که سپاه پاسداران با این وضعیتی که داره بایستی تروریست باشه، بلکه راهبر انقلاب ملی ما کسی جز شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه زمانه نیست. اما این رو هم خواستم بگم و امیدوارم همه دوستان و یاران بتونن با اینکه فرصت کوتاهی بوده ولی از این فرصت استفاده کنن. سپاسگزاری ویژه از دوستان عزیز، به ویژه دفتر امور جوانان حزب، بانو آران و همه شما دوستان و یاران که این فرصت رو هم در اختیار ما میذارید که بتونیم باشیم. امیدوارم بچه‌ها همه باشن. اما برگردم به پرسشی رو که خیلی از دوستان همیشه وقتی ما اسپیس میذاری میپرسن، چون دیدم اینجا هم دوباره هم جناب بهرامی در موردش صحبت کردن، چه فرقی جناب بهرامی و اگر که کدوم صحبت بکنید درمش، چه فرقی بین شما بین این واژه ایرانگرایی و پادشاهی خواهی میبینید؟ چه آیا بینشون فرقی هست؟ چون که به نظر من همه پادشاهی خواهان ایرانگرا هستن. آیا فرقی هم هست؟ یعنی اینکه آیا ایرانگرایان پادشاهی خواه نیستن؟ میخوام ببینم این آیا این تفاوتی میخوایم اینجا میانشون ببینیم یا خیر. مرسی از شما، بازم با شما هستم و سپاسگزارم. سپاس از شما، متشکرم از پرسش خوبتون. من اجازه بدید چون شما نام جناب بهرامی رو بردید، از جناب بهرامی شروع میکنم، ولی بعدش دوست دارم صحبت های محمد جان حیدری، دبیر اجرایی جمعیت جمهوری خواهان طرفدار شاهزاده رضا پهلوی رو بشنوم و بعد هم برسیم خدمت جناب میرزایی و جناب شیبانی. جناب بهرامی، میکروفون در اختیار شماست. خب متشکر از شما خانم خویی گرامی. به نظر من نسبت این دو اصطلاح نسبتی هستش که تو منطق بهش میگیم عموم و خصوص منوحج، یعنی به عبارت روشنتر تقریبا میشه گفت همه نیروهای پادشاهی خواه ایرانگرا هستند، اما فقط منحصر در پادشاهی خواهان نیست، یعنی نیروهای ممکن است پادشاهی خواه نباشند اما اونها هم ایرانگرا باشند، کما اینکه خب چهره ها و جریان هایی در همین 1-2 سال اخیر وجود داشتن که ایرانگرا بودن و اتفاقا به خاطر همین ایرانگراییشون علارغم اینکه پادشاهی خواه نیستن اما محوریت شاهزاده رضا پهلوی و نقش بیبدیل ایشون، نقش بی‌نظیر ایشون رو به هر حال همیشه بولد میکنن، اذعان میکنن و بهش باور دارن. این مسئله حالا به صورت خیلی کوتاه این رو من نمیدونم جواب رو تونستم بدم یا نه، ولی خب یک چیزی هم که باید در حاشیه این مسئله بهش اشاره کنیم اینه که خب نیروهای پادشاهی خواه و نیروهایی که خودشون رو وسیع‌تر از پادشاهی خواهی ایرانگرا مینامند یا بهش باور دارن، واقعیتش خیلی مسائل هست و خیلی نکات هستش که مخصوصا در حوزه‌های غیر سیاسی در ارتباط با مثلا مباحث فرهنگی و مباحث مذهبی باید مراقب باشن که برخلاف جریان هایی که حالا رگ و ریشه اینها در نهایت چپ و مارکسیستی هست و یه جور فرقه گرایی فرهنگی رو همیشه ترویج میکنن،
اون مبحث ایرانگرایی رو خیلی انقدر دایرش رو محدود و تنگ نکنن که از ایران دیگه چیزی نمونه. بالاخره یک تمدن تاریخی بزرگ یک ترکیب زیبایی هستش از موارد و مسائل مختلف و گوناگون و متنوع که نباید ما هر کدوم رو مثلا به یک بهانه ای از ایران حذف کنیم و در نهایت ایران چیزی نداشته باشه، یک تمدن تاریخی و بزرگ نباشه. حالا این ارتباطی به سوال خانم خویی نداشت ولی گوشه ذهنم مونده بود که کجا این رو بگم که من اشاره کردم. به عنوان مثال مثلا یک شاعری توی حوزه ادبیات بسیار خوب کار کرده، اون شاعر الان اگر حضور داره و به عنوان یک نیروی مارکسیست داره با ایرانیت، داره با نیروهای ایرانگرا، داره با پادشاهی خواهی میجنگه، خب طبیعتاً یک نیروی سیاسی و باید مقابلش ایستاد و به نحو احسن پاسخش رو داد، در مقابلش ایستاد. اما یک شاعری که به عنوان مثال سالهاست که فوت کرده، از دنیا رفته، بخشی از میراث ملی و فرهنگی و ادبی ما، بخشی از تولید محتوای ادبی ما، بخشی از غنای تاریخ ادبیات ما، کما اینکه ممکنه شعرش هم و نثر و نظمش هم مورد پسند من نباشه ولی یک عده‌ای طبیعتاً میپسندند، بخشی از این غنای فرهنگی ما هم آثار این شاعره و دیگه گذشته و دیگه به صورت یک چهره تاریخی در اومده. کما اینکه ما مثلا تاریخ ادبیات ادوارد برون رو بخونیم، خب بسیاری از شاعران هستن که زندگیشون و رویکردهاشون و جهتگیریاشون اصلا مورد پسند ما نیست اما آثارشون جزوی از غنای تاریخ ادبیاته. من این رو خواستم اشاره کنم و پاسخ اصلی همون چند جمله اولی بود که به خانم خویی دادم. ممنون. سپاسگزارم از شما، ممنون از توضیحاتتون. جناب حیدری میکروفون اختیار شما. سپاسگزارم، ممنونم از خانم خویی برای این سوالشون و از شما برای اینکه من صدای شما رو ندارم. اگر دارید صدا نداری محمد جان، صدا پس فکر کنم من مشکل اینم از ایرادات پلتفرم توییتره، متاسفانه اینو هنوز اینا رفع نقص نکردن بعد از این همه سال، نمیتونن هم بکنن محمد جان، این یه چیز همیشه داریم اینجا. آره دیگه متاسفم. پس من صحبتم کوتاه میکنم. ببینید، سپاس که هادی از منم نظرم خاص راجع به این سوال، حقیقتش من خیلی مشتاق بودم که نظر خودم راجع به این موضوع بگم. اولا من خیلی خیلی استقبال میکنم از این صحبتی که آقای نجات بهرامی کردند و من خوشحالم که ایشون به عنوان یه ایرانگرای پادشاهی خواه، اگه درست بگم، این رو میفرمایند که فارغ از خوش آمدن ما یا نیامدن ما، فارغ از این که اون شعر یا اون بخشی از اون کار ادبی یا کار هنری که یک شخص به خصوصی که در گذشته دوست داریم یا نداریم، وقتی او متعلق به حوزه ایران، فرهنگ ایران قرار میگیره، زدن او به صلاح ما ایرانگرایان نیست. این یه نکته. نکته دوم، و من خیلی ممنونم از آقای نجات بهرامی، واقعا تشکر میکنم و امیدوارم ایشون با اون زبان فصیحی که داره بیشتر این موضوع رو به خود ماها گوشزد کنه. نکته دوم، به نظر من حقیقتشو بخواین، این تلخه. من بجز جلسات خصوصی در مورد این موضوع با کسی صحبت نکردم ولی الان وقتشه که گفته بشه و چه بهتر که توی این اسپیس تویتری حزب ایران نوین این موضوع گفته شه. من صادقانه میگم دلم واقعا به درد میاد، صادقانه به شما میگم، یعنی در حدی به درد میاد که شاید اشک به چشم من بنشینه. ولی ایرانگرایی رفقا، دوستان، اگر رضا پهلوی نباشه، شاهزاده رضا پهلوی زبونم لال، یه روزی نباشه، ایرانگرایی ما تمام شده، به محاق رفته، به محاق رفته. ایرانگرایی ما بدون شخص ایشون هیچ معنایی برای ملت ایران نخواهد داشت، خوشمون بیاد یا بدمون بیاد. فرصت رو باید دریابیم، راستشو بخوایم. شاید خیلی خوششون نیاد. اون موقع در خلأ وجود شاهزاده رضا پهلوی، کسایی که همین الان تو این رژیم بیشرف جمهوری اسلامی، اصلاح طلبا، روی عوض کردن
کلمه ایرانگرایی رو یه جوری دارن هی به خودشون رو به ایرانگرایی میچسبونن. نگاه کنین دیگه، نگاه کنین این پول سرشار بادآورده از پترو گس، این پول دلار نفتی، دلار گازی صرف اینجور وجه سازی هم شده. یعنی اینا دور نیست که خودشونو رقیب یا مدعی ایرانگرایی هم به مردم بخورونن. دوستان این کارا غیر ممکن نیست در حقیقت، در اون چیزی که بهش میگویند که مهندسی اجتماعی. بنابراین برای ما تنها همین حالا فرصته. اگر ما ایرانگرای مخالف رژیم هستیم، ایرانگرای طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستیم. اینجاست که جمعیت جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی خودشو ایرانگرا میدونه و جمهوری خواهیش رو از جنسی متفاوت از جنس جمهوری خواهان در حقیقت چه میدونم اصلاح طلب، گذار طلب، 57 اینها میدانند. صرف این شخص خوشمون بیاد یا نه، این ربطی به و عزیزان این یک واقعیت سیاسی اجتماعی فرهنگیه، ربطی به کیش شخصیت نداره. نگذارید گوگلتون بزنن. بنده و دوستان ما در جمعیت جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی به خاطر کیش شخصیت نیست که دنبال اون، به خاطر اون تمایزیه که او بین ما و ایرانگرایان قلابی داخل کشور که از دل اصلاح طلبا برخواستن به وجود میاره. خیلی متشکرم. سپاس از شما. چه عجیب بود، من صدای همه رو داشتم به جز صدای شما جناب هیدری. البته رفتم برگشتم، خوشبختانه مشکل حل شد. جناب میرزایی شما توضیح درباره این پرسش دارید؟ من نمیخوام، چون میخوام بحث به چرخه دیگه، اگه اجازه بدین یه نفر صدا نمی کنم از عزیزان، ولی من توضیح دارید بفرمایید بریم سراغ پرسش بعد. خیلی کوتاه در چند جمله من اگر اجازه بدین پاسخ بدم به سرکار خانم خویی. من فکر میکنم تعین حقوقی و سیاسی ایران خواهی به لحاظ تاریخی نظام پادشاهی مشروطه بوده. یعنی جریان‌های سیاسی موجود رو اگر شناسی کنیم، طبیعتاً یا ریشه در همراهی با نظم حقوقی برآمده از مشروطه دارن یا در تقابل با اون بودن. جریانات چپ و اسلامگرا که عموماً امروز پشت عنوان جمهوری خواهی سنگر گرفتن، ضمن احترام به عزیزان ایرانگرایی نظیر جناب حیدری که در انگیزه های ملی اونها ذره‌ای تردید نیست، عمده جریانات چپ و اسلامگرا امروز پشت عنوان جمهوری خواهی سنگر گرفتند. حلقه پیوند اونها ضدیت با سازوکار ملی و اون تعین حقوقی اون نظام پادشاهی مشروطه بوده و نیروهایی که در مقابل اینها، نیروهایی که در دفاع از مشروطیت ایران و میراثدار اون شاهزاده رضا پهلوی فعالیت داشتند و دارند و فعالیت سیاسی خودشون رو در این بستر پیش میبرند. من این پاسخی هست که میتونم به سوالشون داشته باشم. سپاسگزارم. حامد جان شما فرمایشی دارید؟ خیلی خیلی کوتاه. من فقط سبای گرامی اولا که تشکر میکنم بابت همتی که میکنن و از لندن میاد بروکسل و خیلی هم تبلیغ تجمع پنجشنبه در برابر پارلمان اروپا رو میکنه، مقر اصلی اتحادیه اروپا، واقعا جای تقدیر داره. فقط پرسشی که پرسید راجع به ایرانگرایی، خواستم یادآوری بکنم که حزب نوین یک سند مطالعاتی چند وقت پیش منتشر کرد راجع به تبیین ایرانگرایی که اصلا ایرانگرایی چیست، و من فکر میکنم کسانی که واقعا بخوان آشنا نباشن با این واژه ایرانگرایی، البته آشنا نباشن که متاسفانه تو همون ابتدای سند هم گفتیم انقدر به ابتذال گاهی وقتا کشیده شده این واژه و انقدر خلط معانی پیدا کرده که نیاز دیدیم که ما این رو به صورت یک سند مطالعاتی منتشر بکنیم، میتونن مراجعه بکنن و ببینن که از دید حزب نوین حداقل ایرانگرایی چیست. و من هم کاملا با نجات موافق هستم که ایرانگرایی یک مجموعه بزرگتری است از پادشاهی خواهی و همه پادشاهی خواهان ایران قطعا ایرانگران، ولی همه ایرانگراها همجوری که محمد
گرامی به عنوان یک شاهد زنده اینجا هستش، پادشاهی خواه نیستند. و من فقط یه نکته، یه جمله دیگه هم اضافه بکنم به صحبت‌های محمد. نه تنها ایرانگرایی بدون شاهزاده رضا پهلوی شانس زیادی برای پیروزی نداره، اما ایرانگرایی شانسش به مراتب بیشتر از تا پادشاهی خواهی. اگر کسی پادشاهی خواه باشه و طرفدار پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی نباشه، من شخصا در پادشاهی خواه بودنش شک میکنم و با دید تردید نگاه میکنم، چون همونجور که صحبت‌های احمد هم بود، شاهزاده رضا پهلوی ولی عهد ایران هستند و کسانی که پادشاهی خواه هستند باور دارن که قانون مشروطه همچنان پابرجاست، رفراندوم 58 را قبول ندارند و از هر جنبه دیگه نگاه بکنین شاهزاده رضا پهلوی همچنان جانشین پادشاه در ایران هستند. حتی از لحاظ استراتژیک هم نگاه بکنیم به داستان، یعنی نگاه نکنیم به باور پادشاهی خواهان، استراتژیک هم نگاه بکنیم، به گمان من بازگشت پادشاهی به ایران بدون فرقی از خانواده پهلوی امکان پذیر نیست و احتمالش نزدیک به صفر هستش. برای همین خواستم صحبت محمد رو یکم تعمیم بدم که نه تنها ایرانگرایی بدون شاهزاده رضا پهلوی کار سختی رو در پیش داره، پادشاهی خواهی کارش تمام شده است و پادشاهی به ایران بر نمیگرده اگر شاهزاده رضا پهلوی نباشند، که خب قطعا این اتفاق نمیفته و هممون میدونیم که ما هممون به ایران برمیگردیم زیر رهبری شاهزاده رضا پهلوی. ممنونم. سپاس از شما. منم فقط یک جمله در تکمیل فرمایشات عزیزان عرض کنم. واقعا من همیشه باورم این هست، دعوای ما الان دعوای پادشاهی خواهی و جمهوری خواهی نیست، دعوای ما دعوای ایرانگرایی و 57 هاست. اتفاقا همونطوری که من همیشه بانو فاطمه سپهری رو خار چشم کسانی میدونم که سعی میکنن سکولاریزم در گفتمان شاهزاده و در گفتمان ملیگرایی رو با اسلام ستیزی قاطی کنند، اتفاقا کسانی مثل محمد جان حیدری رو خار چشم کسانی میدونم که فکر میکنن جمهوری خواهند، در صورتی که اینها جمهوری، من اسمشون میذارم جمهوری طلبند، 57 های جمهوری طلبی هستند که فکر میکنند جمهوری خواهی حتما دشمنی با پهلوی است و فکر میکنم این مثال های نقد مثال های فوق العاده هست. من سپاس از شما بانو سبای عزیز. متاسفانه ما چون محدودیت داریم بر اساس اسپیس توییتر، اگر که دوستانی که پرسششون رو پرسیدن ماکشون رو واگذار کنند، ما میتونیم به دوستان جدید رو دعوت کنیم روی اسپیس برای صحبت. من اول میرسم خدمت کمیته مجازات عزیز. نوید جان رفتن نیستن الان، بعد نوید اگه برگشت و بعد هم آریا جان، تا بعد برسیم خدمت دوستان به همین ترتیبی که تشریف آوردن روی اسپیس. کمیته مجازات عزیز، میکروفون در اختیار شما، 3 دقیقه شما رو بشنن. قبول. درود بر همه عزیزان و بزرگان و با ضمن تبریک سال نو و شاد باشه نوروز 2583، سعی میکنم خیلی کوتاه سوالمو مطرح کنم. اول همه با توجه به در نظر گرفتن نقش بزرگ و وزین و عزیز و جایگاه محبوب و گرانقدری که رضا شاه دوم، رضا شاه زمانه دارن و همچنین این که من همیشه خودم هم میگم ایشون آخرین پر سیمرغ ما هم هستن، در این هیچ شکی نیست، ولی حتی به نظر من زبون املال خدای نکرده اگر روزی ایشون هم نباشن، این موج پادشاهی خواهی در ایران نخواهد خوابید و از بین نخواهد رفت. در هر صورت که تا بالاخره تمام سعی‌ها خواهد شد که در تایمی که باید پادشاهی به ایران برگرده، و البته در نهایتش هم صندوق رأی هست که نوع سیستم حکومت رو تعیین میکنه. سوال اصلی که من از حزب ایران نوین داشتم اینه که الان یه سری مباحثی مطرح شده در ایران و اینا سعی میکنن به این صورت را بندازن که خب بخش اعظمی از نیازهای ما بخش اقتصادیه و آزادی هست، خب حالا اگه ایران خواهی و ملیگرایی هم میخواین اینم ما قاطیش میکنیم و به نوعی مثل همون چیزی که بن سلمان داره انجام میده، ما ورژن ایرانیشو براتون میاریم و بن سلمان ایرانی رو حالا میاریم. حالا این بن سلمان ایرانی میتونه زن باشه، میتونه مرد باشه، بسته به اینکه بخوام ببینن چطوری
ممکنه که به نوعی غالب بکنن این مبحث رو، میدونم یه دقیقه دیگه وقت دارم، ممکنه روش کار بکنن. البته که خب خیلی همون میدونیم که چه خواهد شد و چه باید بشه، ولی من میخواستم بدونم برنامه حزب ایران نوین چی هست و چه آیا به همچین چیزی فکر کرده، همچین بازخوردی داشته از ایران، همچین آوایی از ایران بهش رسیده و در جهت آگاهی سازی چه پادزهری به نوعی در مقابل این زهر یا چه آفندی، چه دفاعی در مقابل این یا چه ضد حمله‌ای در مقابل این حمله داره. با سپاس، پاینده ایران جاوید چا مایکاف. سپاس از شما. اجازه بدین برای پاسخ به پرسش شما اول برم سراغ حامد جان و احمد جان و بعد برسیم خدمت جناب بهرامی و جناب حیدری اگه توضیح دارن، چون مشخصا درباره حزب ایران نوین بود. حامد جان یا جناب میرزایی، شما هر کدوم که سلام میدید. من برای اینکه سوال رو درست متوجه شده باشم یه بار دیگه تکرار میکنم که وقتی سوء تفاهمی نباشه سوال رو درست متوجه نشده باشم. من اینجور که فهمیدم اینه که اعتقاد دارن که کسانی هستن که میخوان این رو وانمود بکنن که جمهوری اسلامی پوست اندازی میکنه و یک رهبر عاقلی بر سر کار میاره مثل بن سلمان که بخواد اصلاحات انجام بده. اگه درست متوجه شدم سوالشون فکر میکنم این بوده. من فکر میکنم که باید ببینیم خطاب به کی اینا خواهند گفت. اگر خطاب به مردم ایران هستش یا خطاب به غربی هاست. غربی ها که دیدیم که دنبال بهانند، همیشه بهانه برای که توجیه بکنند مماشات خودشونو، ذلیل بودن خودشونو. بهانه شون رو من همیشه هم گفتم که فکر نکنیم که کسانی مثل نایاک لابی های جمهوری اسلامی هستند فقط، بلکه اینها ابزارهای دولت اوباما بودند که در البته به ارث به بایدن رسیده. برای توجیه سیاست مماشاتگریشون نیاز به ابزار داشتن، نیاز دارن که نشون بدن به جامعه که گروه افرادی هستن که میانه رو هستن و ما میتونیم با اینا صحبت بکنیم، همه جمهوری اسلامی شبیه هم نیست. و از افرادی مثل نایاک یا کسانی که در اون وزارت هستن که عکس فائزه هاشمی رو میذاره، هاشمی رفسنجانی رو میذاره، استفاده میکنن. برای همین اونها که اصلا داستانشون جداست. مردم ایران اگر مقصود هستش، من فکر میکنم از این مرحله مدت هاست که گذشتند و دیگه نمیشه دوباره در کوتاه مدت، در میان مدت و دراز مدت داستان متفاوته. در کوتاه مدت گمان نکنم دیگه بشه مردم ایران رو با فریب جدید از تصمیم قاطعشون برای سرنگون جمهوری اسلامی منصرف کرد. حداقل شواهد اینو نشون نمیده. میشه تئوری بهش باور داشت، ولی تئوری که بر اساس شواهد و مصادیق نباشه خب خیلی نمیشه روی تحلیلش فکر کرد. من هیچ نمونه‌ای نمیبینم در جامعه که بتونه این رو بپذیره که جمهوری اسلامی قابل پوست اندازی است. و مردم ایران اون چیزی که من میبینم تحقیق تحلیل میکنم این که به تصمیم قاطع گرفتن که جمهوری اسلامی باعث سرنگون بشه. پرسش دیگه چرایی سرنگونی نیست، چگونگی سرنگونی است، البته با هزینه کمتر. مرسی. سپاسگزارم. فکر کنم پاسخ جناب کمیته مجازات از ایموجی که گذاشتم فکر کنم گرفتم پاسخشون رو. خیلی ممنونم از پرسشتون و پاسخ خامه جان. جناب بیرزای شما توضیح اضافه تری دارید و اگر نه جناب بهرامی و جناب حیدری. من فقط به فرمایشات خامه جان یه نکته رو می‌خواستم اضافه کنم، اون که قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا یک بستر حقوقی ضد توسعه است. یعنی یک زمانی من خاطرم هست در اوایل دهه 80، زمانی که حالا در اون جریان دانشجویی ما به عبور از خاتمی رسیده بودیم و به عبور از اصلاحات به اون معنا و مفهوم دوم خردادیش، با اصلاح طلبان این در واقع مباحثه رو داشتیم که اونها با بهره‌گیری از یک سری تعابیری مثل ظرفیت‌های مقفول مانده قانون اساسی و وانمود کردن به اینکه این بستر حقوقی یک بستر کارآمدی است و صرفاً مشکل این هست که مجریان اون مجریان درستی نیستند و بر اساس یک سازگار رفرمیستی از طریق انتخابات میشه اون رو کارآمد کرد و بروز کرد و
در حقیقت در مسیر درست قرار داد. من همیشه علاقه‌مند به این بودم که اون قانون رو، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو، به شکل خیلی موشکافانه از اصل اول تا اصل 177مش در حقیقت به لحاظ حقوقی بررسی کنیم، و اگر این کار رو دوستان انجام بدن، وقت بگذارن و بخونن و مورد بررسی قرار بدن، میبینن این قانون اساساً ماهیتاً یک قانون و یک بستر حقوقی ضد توسعه است. بنابراین اون چه که اصلاح طلبان سعی میکنند، به درستی اشاره کردن دوستان، امثال تاج‌زاده یا دیگران، فاضله هاشمی یا دیگران، با دادن آدرس غلط و در واقع با ارجاع به این که میشه از طریق در واقع عوض کردن مجریان این قانون اون رو در یک مسیر درستی قرار داد و کار آمدش کرد، اساساً مسئله است ممتنع و مسئله است که در واقع امکان اجرایی شدن نداره. یک مثال من اگر بخوام بزنم، یادم هست اگر اشتباه نکنم همون اوایل دهه 80 که عرض میکنم، سال 81-82 بود اگر درست بگم، مجلس ششم شورای اسلامی، زمانی که اینها اومدن در واقع اون طرح اصلاح قانون مطبوعات رو مطرح کردن و با اون حکم حکومتی خامنه‌ای در واقع مواجه شد و پروندش بسته شد، یک تعدادی از این نماینده های اصلاح طلب فریاد و فغانشون بلند شد که این خلاف قانون هست. مشخصا حالا اگر بخوام اسم ببرم، به کسی مثل رجب علی مزروی نماینده اصفهان در واقع یک چنین بحثی رو مطرح کرد. در صورتی که وقتی مراجعه میکرد، وقتی میگیم خلاف قانون، من از قضا به شخص خود او گفتم، وقتی میگیم خلاف قانون، منظورمون اگر از قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اصل 110 این قانون تمامی این اختیارات رو، یعنی اختیار صدور حکم حکومتی علیه مصوبات مجلس شورای اسلامی رو بهشون داده، و اساساً این بحث خلاف قانون بودن از سوی اونها بلا موضوع هست. و اگر مشکلی هست و ایرادی هست، کل این قانون و این ساختار سیاسی برآمده از این قانون هست که یک سره باطل هست و باید به کنار بره، و اساساً به جهت ایرادات محتوایی که داره قابل در واقع پوست اندازی و اصلاح نیست. سپاسگزارم. ممنون از شما، سپاسگزارم. عزیزان نازنین، جناب بهرامی، جناب حیدری، اگر توضیحی دارید بفرمایید شما، در غیر این صورت بریم خدمت نوید عزیز. آقای بهرامی، شما میخواید نکته ای رو بگید، من بعد از شما صحبت کنم. متشکرم. من خیلی طولانیش نمی کنم، چون دوستان مخصوصا حامد عزیز پاسخ به حال لازم رو دادن به این سوال. فقط من اشاره کنم از منظر خود حکومت هم اصولا اومدن یک کسی شبیه بن سلمان کاملا منتفیه. این حکومتی که ایدئولوژیک هست، در روزهای پایانی خودش اگر چنین باجی بده، یعنی اینکه عملا انقلاب شده، یعنی چیزی شبیه مثلا اصلاحاتی که گورباچوف در شوروی سابق انجام داد. یعنی این حکومت ها اتفاقا هرچی به بحران، یعنی بحران بیشتری گریبان اونها رو میگیره، فضا رو بیشتر میبندن و هیچ وقت تن به اصلاحات نمیدن. اصلاحات مثلا اگر عربستان رو مقایسه کنیم، در اوج کارآمدی و اقتدار بوده، یعنی هم کارآمدی و هم اقتدار. اصلاحاتی که از سر ضعف و در برحال روزهای پایانی و قریب به شکست سیستم سیاسی بخواد انجام بشه، یعنی خودش تسریع روند سرنگونی و فروپاشی. من به نظر خود جمهوری اسلامی با توجه به تجربیات متعددی که داره، خودش هم این مسئله رو میدونه و اصولا هم مردم دیگه تن به بحث اصلاح و تحول نمیدن و هم خود رژیم سیاسی هیچ وقت حاضر نیست این کاری بکنه. ممنونم. سپاسگزارم، متشکرم. محمد جان، میکروفون در اختیار شما. بله، خیلی متشکرم. خب جالب بود اینجا که من از آقای نجات برام میخواستم ایشون اول صحبت کنم، خوب شد اینترویو رو دوباره یه جوری بار افتاد روی دوش من، چون من میخواستم ایشون راه مسیر حرف من فکر حد زدم. نه، من نظرم متفاوته. من میخوام خدمتتون عرض کنم که اگرچه این سوال متوجه حزب بود، بنده از نگاه جمعیت خودمون
این سوال رو پاسخ میدم. ببینید عزیزان، ضرورت، اولا میدونین امیدوارم دوستان پادشاهی خواه خورده نگیرن به اینکه هی تو جمهوری خواه چرا در این مورد اصلا اظهار نظر میکنی. امیدوارم، من جمهوری خواه به خودم اجازه میدم در این زمینه اظهار نظر کنم، چون ما در یک چیز یا در چند چیز در حقیقت اشتراک مساعی و منافع مشترک داریم. ایران اصول حداقلی شاهزاده رضا پهلوی که گفتمان او رو تشکیل میده و شخص او که به نظر جمعیت ما رهبر انقلاب ملیه. بر این اساس هست که من اجازه میدم به خودم که در مورد این سوالی که از حزب پرسیده شد نظر خودم فقط بگم و نظر بنده صاحب نیست لزومن. جناب آقای شیبانی راد به درستی فرمودند و اونم اینه که الان رو اگر ما دریابیم، در حال حاضر در مقطعی هستیم که ملت داخل ایران نه به چرایی براندازی و تغییر رژیم بلکه به چگونگی میاندیشن. این خیلی مهمه، ولی یه چیزی درش هست، اونم اینه که زبان، فاکتور زمان. یعنی چی؟ یعنی اینکه ملتی که داخل کشور هستن، آنانی که داخل کشور زندگی میکنن، براشون زمان طبق قانون نسبیت رو اگه بیاریم در عرصه سیاست، یک بعد دیگه اون زمان و مکان در اون مختصات، در اون دستگاه مختصات یه تجلی دیگه ای داره تا برای ما. اینجا زمان برای ما آرامتر میگذره در خارج از کشور. برای اونی که زیر فشار دستگاه سرکوب هست، یا عزیزش در زندانه، یا خودش مبارز میدانیه، زمان به گونه دیگری میگذره. زمان برای او شاید برای ما اینجا عادی، زمان عادی اگه فرض بکنیم، ولی برای او زمان کشداره. مثل اینکه کسی که زمان شب آخر زندگیشه قبل از اینکه اعدام بشه، برای اون آدم اون شب خیلی طولانیه. وضعیت مردم داخل اینه و این موضوع موجب جهتگیری و ارزیابی دگرگونه اونا از اوضاعه، و اگر ما اینو در نیابیم ما عقب میمونیم. اینجاست که ضرورت پیدا کردن اون چگونگی که جناب حامد شیبانی راد میگه خیلی برای اونا مهمتره. یعنی اونا این تحملی که ما داریم و تحمل استراتژیک درستم هست، یعنی صبر استراتژیک، تحمل، تعمق، اونو ندارن. پس این یک. دو، آیا چنین چیزی، سناریویی بن سلمان سازی ممکنه؟ من با جناب آقای نجات بهرامی موافقم، اصلا در قاموس این رژیم اون خیلی بعیده. به قول معروف من در سیمای این رژیم همچون رستگاری نمیبینم. البته من نمیگم رستگاری به معنای مثبتش، اینا اهل این حرفا نیستن، ولی غیر ممکن نمیدونم. چرا؟ چون این رژیم از یک ریال پالتیک بسیار بالایی برخورداره و اگر چون این اتفاقی که بسیار دور و بعید هست بیفته و موجب اتفاقهای دیگری در لایه‌های اجتماعی بشه، اون موقع من خودم رو میگم، شما دوستان کاری ندارم، از چشم خودم میبینم اون فیلیر رو، نه از چشم مردم داخل. سپاسگزارم.
زنده باشید، خیلی متشکرم، ممنون. به حال یه زاویه دیگری بود بر قضیه. متاسفانه نوید جان باگ داره و نتونستیم در خدمتش باشیم. از من خواست که از عزیزان عذرخواهی کنم، رفتن پایین و شنونده هستن. درود بر شما. آریای عزیز رو بشنویم، بعدش برسیم خدمت جناب سیروس و بعد هم حالا من بعدش نوبت ها رو یه چک میکنم. جناب آریا، میکروفون در اختیار شما، 3 دقیقه قربانم. درود دوستان عزیز، عرض سلام خدمت شما. بنده من صدای دوستان خیلی بد میشنیدم متاسفانه، لطفا تایید بفرمایید الان اگه صدای منو دارید. صدای شما خیلی خوبه، خواهش میکنم. بنده به عنوان یک هموطن کرد ایرانی با شما صحبت میکنم. یه سوال داشتم از محضرتون، با توجه به اینکه خودم به عنوان یکی از افراد کف جامعه میبینم و به زبان ساده در واقع با مردم همسط خودم ارتباط دارم، میخواستم از شما که به عنوان شاید لیدر جمعی بخوایم به شما نگاه بکنیم، یا کسایی که به مراتب تجربهشون بیشتر از ماها یا هر نوع دیگه هست، تو هر حرکتی که توی جامعه اتفاق میفته، حالا با توجه به رشد آگاهی که در جامعه ما اتفاق افتاده و اون شناختی که الان مردم پیدا کردن، میخواستم بگم الان تقریبا تمام کسایی که به عنوان یک جورایی در همجهت با تمام اندیشه های رژیم حرکت میکنن، چه خود رژیم و چه نیروهایی که به شکلی با اینا هماهنگ هستن، تمام کاراشون به یک شکلی داره نتیجه عکس میده. یعنی اینکه اینا دنبال این هستن که از تمام اخلالایی که ایجاد میکنن نتیجه مثبت بگیرن و خوشبختانه داره نتیجه منفی میگیرن. شما چه راهکاری میبینید که بشه اونو به شکل ساده برای ما مردم کف جامعه عنوان بکنید که کسایی که دل در گروه سامانه پادشاهی، ایرانگرایی، ملیگرایی و حتی کسایی که دوست دارن که واقعا فردای آینده ما یک جامعه سربلند داشته باشیم، که بشه ما از این پتانسیلی که الان پیدا کردیم، یعنی همون آگاهی، که بشه این حرکتی که اینها میخوان انجام بدن و همیشه داره به شکل ملموسی داره به شکست منجر میشه، چه حرکت های اصلاح طلبانه، چه حرکت های چپی، چه حرکت های ملاگرایانه و هر چیزی که اونا دارن انجام میدن، خوشبختانه روز به روز داره دست اینا بیشتر رو میشه و بیشتر به نتیجه منفی میرسه. ما چه راهکاری باید پیدا بکنیم که بتونیم از این پتانسیل در جهت رشد خودمون و رشد اون اندیشه‌ای که الان قاطبه جامعه بهش رسیدن بهش به نتیجه برسیم؟ اینو به چه زبان ساده‌ای میشه برای تمام مردم توضیح داد؟ من سوالم اینه، اینو میخوام ملموس‌تر چجوری میشه برای مردم بیان کرد. من میرم پایین گوش میدم. خیلی متشکرم. سپاس از شما. خیلی متشکرم. عزیزان نازنین، مهمانان گرامی، هر کدوم که تمایل دارید پاسخ بدید میکروفون بزنید و در خدمتتون باشید. من متوجه سوال نشدم، میشه سوال یک بار شما یا خود ایشون تو یه جمله خلاصه بگیم؟ اجازه بدین من از خودشون دعوت کنم. بله بله، و فکر میکنم اگر پاسخ من، یعنی منم سوال درست متوجه شدم، از پاسخ من محمد سوال رو متوجه میشه، بعد خب نظرش رو میگه. سوالی که من متوجه شدم این هستش که ما چگونه میتونیم با اشتباه های مکرری که رژیم جمهوری اسلامی میکنه اینها رو تبدیل به فرصت بکنیم و بتونیم علیه خود جمهوری اسلامی استفاده بکنیم، منتها این رو بایستی به نوعی با بدنه جامعه بتونیم ارتباط برقرار کنیم. یعنی من 2 نکته برداشت میکنم از پرسش ایشون. یکی اینکه ما در ارتباط با بدنه جامعه موفق نبودیم و پیشنهاد ایشون این هستش که ما از زبان و ادبیات استفاده بکنیم که ملموس‌تر باشه برای مبارزان داخل ایران، اگر درست متوجه باشم. و دو اینکه چه استفاده میشه کرد از این تهدیدها که تبدیلش بکنیم به فرصت. اول دومیشو پاسخ بدم که ببینید، ما سرعت روند و پیشرفت جریان ایرانگرایی و مبارزه با جمهوری اسلامی به گمان من خیلی بالاست. همونجور که صحبت کردم تو بخش اول صحبتام کردم، از سال 92
مردم به این نتیجه رسیدند که امکان پذیر نیست از درون خود نظام و متمایل شدن به سمت اون اپوزیسیونی که 40 سال بود، البته اون زمان که خب کمتر از 40 سال بود، داشت میگفت که از جمهوری اسلامی عبور بکنید، و شخص شاه رضا پهلوی از 92 تا به امروز، یعنی 10 سال، ما خیلی پیشرفت داشتیم. از اون موقع که تعداد اندکی بودند که طرفدار این جریان بودند، تا به امروز که به زعم ما و بر اساس بسیار از مشاهدات اکثریت جامعه هستند، و توی 10 سال این چرخش اتفاق افتاده، به نظرم دستاورد بزرگی است. و من فکر میکنم ارتباط اتفاقا بوده و اون بدن جامعه پذیرفته و تونسته ارتباط برقرار بکنه. شاید اشتباه میکنم، ولی در هر صورت من یه نکته دیگر هم بگم و صحبتم تمام بکنم، که این اشتباهاتی گفتن که جمهوری اسلامی میکنه، یک مثال عینی دیگه بزنم، یک مثال ملموسی که این روزا هست، که بگم چه نکته مهمی است که اتفاقا میخوام با محمد تو صحبت قبلی محمد مخالفت بکنم، که جمهوری اسلامی یک سیاست عقلانی رو داره پیش میبره در راه بقای خودش. داریم صحبت میکنیم، ببینید، شاه رضا پهلوی از ابتدای استقرار، برگردم به هم صحبت خودم، استقرار جمهوری اسلامی، اونجایی که مردم، اکثریت مردم متأسفانه در درون ایران پذیرفتند، همیشه مورد خطاب جمهوری اسلامی بوده، تحقیر، کوچک شمردن، به هر روشی جریان سیاسی شاه رضا پهلوی رو بکوبند، چون خطر میدونستن، از همون موقع میدونستن کجاست. اما روز به روز، در محوت شاه رضا پهلوی و جریان پهلوی گرایی، پادشاه و ایران گرایی اضافه شد، و الان به جای رسیدیم که میبینید که جریان غالب فضای سیاسی است. اما جمهوری اسلامی چه کار میکنه؟ همچنان تنها رایی که بلد هست تحقیر بکنه، از واژه های تحقیرآمیز مثل سطلی استفاده بکنه، تهمت هایی که یادمه شاید 15 سال پیش شروع کرده به تهمت زدن که شاه رضا پهلوی با سپاه ساخته، با رفسنجانی کنار اومده، همچنان همون کار رو میکنه، همچنان سعی میکنه بگه که آره رضا پهلوی و اطرافیانش نفوذهای سپاه هستن، حتی کوچکترین تغییری در روشش انجام نداده، و من این رو جز درماندگی چیز دیگه نمیبینم، که راهی نداره، به عقل ناقصشون چیزی دیگه ای نمیرسه، چون نمیتونن با این جریان دیگه مبارزه بکنن. خیلی طولانی حرف زدم، من فکر میکنم که ارتباط، حداقل شواهد نشون میده که ارتباط با بدن جامعه بوده، اما اینکه ما این اشتباه های جمهوری اسلامی چجوری میتونیم فرصت بکنیم، تبدیل به فرصت بکنیم، هر نکته درستی است که وظیفه کسانی است مثل ما که ادعا میکنیم که وسط میدان هستیم، و من به عنوان یک کسی که مسئولیتی دارم در حضور نوین، یک بار دیگه اینو یادداشت میکنم که بررسی بکنیم که ما از هر فرصتی بتونیم با مردم صحبت بکنیم. به حال استراتژی درون حزب وجود داره، اما که ما اینو بتونیم به زبان ساده منتقل بکنیم، مردم هم معلوم متوجه شون از پیام ایشون که نیازی هستش که حداقل دوست عزیزمون میبینن که باعث وجود داشته باشه. ممنونم. سپاس از شما، متشکرم. محمد جان، میکروفون در اختیار شما. قربان. مرسی. به نظرم چون من سعی کردم در من یادم میاد، ببخشید ضعف رو دارم، خیلی با من و من صحبت میکنم و این اتاقیه که خیلی سرعتش بالاست، بنابراین و منم این قابلیت های خوب آقای حامد شیبانی راز رو ندارم و آرام فکر میکنم، آرام حرف میزنم، یه خود اون حرفی که زدم موجب سوء تفاهم نمیخوام بشه. ببینید، بذارید من بگم منظورم از اولا من نگفتم عقلانی، من میگم در یه ابعادی ریال پالیتیک رو، یا همون ریال پالیتیک رو، کسینجریش هم نه، از نوع امنیتیش دنبال میکنه رژیم. من توضیح میدم این رو که اتفاقا مربوط میشه به این سوالی که این عزیز پرسیدن. ببینید، شکل این چیزی که ما در جمعیت جمهوری خواهان آمیش آزاد رضا پهلوی تشخیص دادیم اینه، خیلی ساده، به زبون ساده ایشون فرمودن، منم قبول دارم به زبون ساده باید صحبت کنم. ببینید قربون، برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی رو برانداخت،
شکل دادن به یه قدرت بدیل، قدرت بدیل سیاسی، یه ضرورت اجتناب ناپذیره. دیگه ساده تر از این که نمیشه. در حال حاضر ما متوجه این شدیم که تمام مسیرهایی که به تغییر انقلابی و تغییر ساختار و تغییر رژیم منجر میشن، در حال حاضر به دلیل عدم غلبه این قدرت بدیل در حوزه اجتماعی و در حوزه سیاسی مسدود شدن. یعنی شما سه سناریو رو میتونید متصور بشید: تغییر از بالا، تغییر توسط عناصر میانی یا میانجی، تغییر از پایین که انقلابه. همه اینا با اختلال مواجه شدن توی اون کار کردی که در یه حوزه اجتماعی در جهت تغییر رژیم صورت میگه. خب نظام رژیم جمهوری اسلامی علارغم این که من اینجا با جناب آقای شهبانی‌راد کاملا موافقم، حامد عزیز، علارغم این که جمهوری اسلامی یک رژیم عقلانی نیست، یه سازه و ساخت و کار عقلانی نیست، اما این اما شده دقت کنید، منظور من اینجاست، وقتی در موقعیت بقا و فنا قرار میگیره، کارهای ضروری که منجر به بقاش میشه رو انجام میده به صورت ضربتی، به صورت آنی، هرچند در لانگ ترم، در مدت زمان طولانی همون کارا زیرابشو میزنه. بنابراین صحبت بنده خدمت اون، حالا این صحبت رو میخواستم با حامد عزیز بکنم، حالا صحبت من خدمت این دوست عزیز اینه: دلیل این که جمعیت ما آمده میگه آقا الا که للا ما باید این هرم قدرت انقلابی رو شکل بدیم. یکی از عناصر این هرم رهبریه، رهبری که مردم بگن مرگ بر خامنه‌ای، درود بر پهلوی، رضا پهلوی رهبر ملی رضا پهلوی. اتفاقا قربونت برم، این به همون دلیله که ما نگاهمون به داخل و کف خیابونه، چون این زبون مردم، هر مرگبری یه درود بر نیاز داره، تعارف نداریم. بنابراین با توجه به اونه که ما عرض میکنیم این مرگبر درود بر موجب اون در حقیقت ارتباط هرم قدرت با عناصر میانی و کفت خیابان هم میشه. مرسی، ببخش هادی جان. سپاسگزارم. نه متشکرم، من عذرخواهی میکنم، واقعا نمیخواستم قطع کنم فرمایشتون، چون واقعا خودم اینقدر دارم لذت میبرم حیفم بیاد. ولی اولا به خاطر قولی که من دادم که این دفعه واقعا دیگه زمان رو محدود و نگه داریم و بیشتر از 2 ساعت، حالا سعی میکنم در حد همون کانتینجنسی مجاز بیشتر دیگه پیش نریم، نگه دارم، به خاطر مجبور شدم قطع کنم و از این بابت عذرخواهی میکنم. قبل از اینکه حالا برسم خدمت جناب بهرامی و جناب میرزایی، اگه توضیحی درباره این پرسش دارند، من به ترتیب جناب سیروس بعد از توضیحات عزیزان، توضیحات احتمالی عزیزان خواهند بود، بعدش جناب بنجامین رفتند، بعدش سر البرز و بعد هم سیاه جامگان عزیز. جناب بهرامی، جناب میرزایی، اگر که صحبتی هست بفرمایید، اگر نبریم خدمت دوستان. من فقط یک جمله بگم که حالا سوال دوستمون بیشتر از منظر این بود که حالا چجوری افکار عمومی از نظر تبلیغاتی همراه بشن، اینجوری برداشت کردم. به نظر من این مسئله حل شده، یعنی الان در داخل ایران اون جمعیتی که برای پیش بردن یک انقلاب نیاز هست بسیار بیش از انتظار فراهم هست و آگاهی که وجود داره کاملا بی‌نظیر واقعا. و فقط یک چیزی که در فضای رسانه‌ای و فضای اون گروه‌ها و گعده‌های سیاسی یه مقداری کار رو خراب کرده، متاسفانه نویزها و اون پارازیتایی هستش که جریان‌هایی که حالا در
بخش اصلی برنامه بهشون اشاره کردیم، مهمونای دیگه برنامه هم اشاره کردن که واقعا هدفشون برانداختن جمهوری اسلامی نیست و الا مثلا نمیان بگن هر کسی برای خودش رهبره، نمیان مثلا اون ملزومات رخ دادن یک انقلاب رو نادیده بگیرن و انقدر سواد دارن، انقدر معلومات دارن که واقعا برخی حرفا رو نزنن، ولی مشخصه که نمیخواستن انقلاب بشه و نمیخواستن از جمهوری اسلامی عبور صورت بگیره. ولی در سطح مردم خب چیزی که الان تنها مانع انقلاب اون بعد چهارم، اون المان چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی یعنی قوای سرکوبه، یعنی ما سه تا عنصر دیگه حاکمیتی رو به نظر من جمهوری اسلامی سالهاست که از دست داده، بحث نیروی سرکوبه و ما هم خیلی رومانتیک و مثل چپا خون بر شمشیر پیروز است و اینجور چیزا فکر نمی کنیم و فکر می کنیم واقعا نیروی سرکوب در جمهوری اسلامی یا باید اراده و خواست سرکوب رو از دست بده یا توان سرکوب رو، هر دوش من خوشبختانه میبینم مثلا در رویکردهای کلان ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی همیشه وجود داره که درها باز به روی ریزش نیروها، چه نیروهای امنیتی نظامی چه نیروهای ساختاری و اداری، و از اون طرف هم فشار بر حکومت رو خب همیشه تاکید کرده در این سالها و دهه ها. راه درست اینه و واقعا همین مسیر رو باید پیش رفت و از نظر تبلیغاتی و فکری و ذهنی به نظر من هیچ مانعی برای رخ دادن یک انقلاب در جامعه ایران وجود نداره، غیر از همین نویزهایی که متاسفانه گاهی حواس مردم رو این ور اون ور پرت میکنه. متشکرم. سپاسگزارم از شما. جناب میرزایی بفرمایید، بعد فکر کنم توضیح اضافه‌ای دارم جناب حیدری، برگردیم خدمت جناب حیدری و بعد هم برسیم خدمت جناب سیروس. جناب جلیلی اگر اجازه بدید، چون صحبت دوستان کافی و وافی بود من صحبتی نداشته باشم، هم جناب حیدری صحبت کنند هم سایر دوستان بتونن سوالشون رو بپرسن. بفرمایید. تمنا میکنم هر طور سلام میدونید. سپاسگزارم ازتون. متشکرم. محمد جان اگه توضیح از فیدل کوتاه بفرمایید. مرسی. چشم. من توی چت ها الان متوجه شدم یکی از دوستان فرموده بودن، اسم ایشون هم یادم رفت، ببخشید، که چرا در مورد قسمت دوم فلانی اظهار نظر نکرد. من فکر کردم کردم، شاید تونتون میخواستم صحبت کنم چون خیلی هاشو نوشته بودم. ببینید من در مورد این قسمت فائزه هاشمی یه چیزی بگم. ببینید این موضوع رو من امروز نیست که میگم، سه سال این حرف رو زدم. بنده میگم که راه ریزش رو برای همه باز بذاری، ولی آدرس خونه شاهزاده رضا پهلوی رو نشون بدید. این پالیسیه که ما داریم، خیلی ساده. راه ریزش رو باز بگذارید، آدرس خونه شاهزاده رضا پهلوی، شماره تلفن شاهزاده رضا پهلوی، ایمیل آدرس وبسایت ایشون رو بدید. اگر کسی رهبری او رو بپذیره، باید اما و اگر از جانب ما در میان نیاد. من صادقانه بهتون بگم، اگر نه این انقلاب به پیروزی نمیرسه رفقا. من خیلی دیگه، یعنی میخوام دیگه تا تهش برم همه این چیزها رو بگم که تعارفی نباشه. شاهزاده رضا پهلوی وقتی که سر میزی مینشینند، ما یعنی جمعیت ما نمیگه آها من خودمم باید ارزیابی کنم این میز گردش خوبه یا چای گوشش خوبه، چند نفر سر اون میز باشن خوبه. اینا قبول نیست، اینجوری انقلاب شدنی نیست. شما باید به اون رهبر اعتماد کنید و اعتماد کنید که اون رهبر نظر آدمایی رو که دور و برش هستن میپذیره، میشنوه، تصمیمی رو میگیره که بنابر 40 سال تجربه سیاسی تصمیمی است که ما رو میتونه به مقصد برسونه یا از لحاظ تاکتیکی استراتژیک مناسب ترین تصمیم. این سپاسگزارم. متشکرم. سپاسگزارم. ممنون که توضیح دادید. چه خوب که شما رفتید به کامنت ها رجوع کردید و این بخش حداقل دوباره نیاز به توضیح داد فرمودید. ولی کلا ما روالمون این هست که چت روم زیاد واقعیتش بهش نمیپردازیم، آزادی بیان در چت روم برای دوستان و
محفوظ هستش. جناب سیروس مرسل گرامی، درود بر شما، میکروفون در اختیار شما، 3 دقیقه قربان. درود، صدا هست؟ بله بله صدا شما هست. خوب، با درود مجدد، سال نو بر همگی ایران دوستان و ایران گرایان، همایون و فریدون باد. قبل از اینکه سوالاتم بگم، یک تیکه کوتاهی سر 12 فروردین بگم. با تایید صحبت‌های عزیزان و بزرگوارانی که شد، یکی اینکه با توجه به اینکه هم زمان کم بود و همه اون تقلبات، فراموش نکنیم فضای رعب و وحشتی که ایجاد شده بود پس از اعدام سران حکومت شاهنشاهی، اینم خیلی تاثیرگذار بود و خود اون برگه‌های سبز و قرمز که شایعه انداخته بودن، در صورتی کسی برگه قرمز توی دستش باشه، به حساب برگه قرمز بندازه توی صندوق رای، اعدام میشه و باش برخورد میشه و اینا، و سر صندوق هم به هر حال کمیته چیا بودن. اما سوالاتم یکیش اینه که آیا در جمهوری اسلامی یا به طور کلی 57 توان پوست اندازی داره؟ این یکی. و دوم این که چرا در پی رهبرسازی زنانه هستن؟ این دو تا سوالی بود که داشتم خدمتتون. سپاسگزارم. خیلی متشکرم، چه سوالای خوبی. دوستان عزیزان، به ترتیب هر کدوم که صلاح میدونید وارد بحث بشید. حامد جان شما میفرمایید اول. بله بسیار خوب، من شروع میکنم. بفرمایید. این که آیا جمهوری اسلامی قابلیت پوست اندازی داره که من فکر میکنم به تفصیل صحبت کردیم و باور داریم که خیر، جمهوری اسلامی ماهیتش بسته است و ماهیتش که جمهوری اسلامی است بسته است، و اون 12 شرطی که پومپو روی میز گذاشته بود و جمهوری اسلامی نپذیرفت در حالی که فشار بر او حد اکثری بود، خودش یک نشونه دیگه است که جمهوری اسلامی نمیتونه حتی یک قدم عقب بنشینه. حالا من فکر کنم دیگه نیاز نیست تکرار بکنم صحبت ها رو، اسپیس ضبط میشه و سیروس گرامی میتونه گوش بکنه صحبت هایی که خصوصا نجات عزیزم توی زمین که، و من خیلی همدل هستم با هر باش. سوال دوم این که چرا رهبرسازی هایی که میکنند بیشتر خانوم هستند؟ البته بیشتر بایسته بگیم، چون نمونه های مرد هم هستند که دیدیم که به هر حال کسانی که علاقه دارن هر رهبر دیگه پیدا بشه جز شاهزاده رضا پهلوی یا جز کسی از جریان ایرانگرا، به هر حال دلیلش فکر میکنم خیلی واضح هستش، حداقل برای من. اینکه چون میدونند و آگاه هستند که پایگاه اجتماعی ندارند، چون میدونند و آگاه هستند که نمیتونند با قدرت اجتماعی در ایران خودشون رو رهبر بکنن، تلاش های زیادی هم کردن که موفق نشدن، تنها امیدشون دخیل بستن به نیروهای خارجی است. همین که عکس فائزه هاشمی رو از نفوذی هایشون به زعم من در وزارت خارجه امریکا میخوان، اینه که جبران پایگاه اجتماعی نداشتهشون رو با نیروهای خارجی میکنند، و نیروهای خارجی هم برای اینکه بتونن این رو بفروشن به افکار عمومیشون، به تبع یا بایستی از اقلیت باشه یا بایستی خانوم باشه یا من فکر کنم دیگه نیازی نیست بیشتر باز بکنیم، یک مرد پرهیبت سفید پوست سیبیل کلوف خب احتمالا نمیتونن به جهان بفروشن به عنوان یک رهبر. ما البته برای اینکه بی‌انصافی نکرده باشم بگم که جریان و خیزش پارسال که شروعش، یعنی در واقع یکی دیگه از موجهاش بود، به گمان من از هفت، همجوری گفتم از هفت آبان 95 شروع شد و یکی از شعله برترین هاش پارسال بود، یکی از دلایلی که در دنیا طرفدار بیشتری پیدا کرد مثل 96 و 98 نشد، این بودش که ابتدای کار ظاهری زنانه داشت، ابتدای کار شعارش زن زندگی آزادی بود و ابتدای کار با قتل ناجوانمردان جاوینام ژینا امینی شروع شد، و البته بعد از مدت کوتاهی رنگ و بوی یک انقلاب ملی به خودش گرفت، در واقع دیدیم که شعله از همون انقلاب ملی است، و باز تکرار نکنیم داستانی که همون میدونیم. به هر حال دلیلش این هست برای فروختن به کسانی که جبران نداشتن پایگاه اجتماعیشون در ایران بکنه. ممنون.
سپاسگزارم، متشکرم از شما عزیزان دیگر، جناب میرزایی، جناب بهرامی، جناب حیدری، اگر توضیح هست بفرمایید جناب بهرامی. متشکرم. من واقعا نکته غیر از همینی که حامد عزیز به درستی و روشنی بیان کرد ندارم، یعنی همین لیبل زدن به اعتراضات مردم برای اینکه مشتری خاصش در کشورهای غربی اون شکلی میپسنده، یعنی غیر از این واقعا هیچ دلیل دیگه ای نداره. و البته خب ما دیگه نیازی به این نداریم، جریان ایرانگرا و پادشاهی خواه، که مثلا خودمون رو اثبات کنیم که بله ما طرفدار حقوق زنان هستیم، چیزی که اتفاقا مدعیان باید اثبات کنن، کسانی که تمام فعالیت سیاسیشون مثلا توی بحث حجاب خلاصه میشه، چند سباهی در حوزه حجاب کار کردن، خب اینها میان به رضا شاه بزرگ میگن دیکتاتور، در حالی که خب مثلا یکی از دلایل دشنام هایی که به رضا شاه داده میشه و در حال طیف های وسیعی در جامعه ایران اون رو دشمن خودشون، طیف های وسیع در ساختار سیاسی، عذر میخوام نه جامعه ایران، رضا شاه رو همچنان دشمن خودشون میدونن به خاطر بحث زنان و بحث حجاب، یا بعدن حق رأی به زنان در دوره محمد رضا شاه فقید که خیلی از همین نیروهای سیاسی به ظاهر مترقی هم حتی همون زمان در کنار خمینی و روحانیت قرار گرفتن و از این کار به هر حال ابراز براءت کردن. اما همین ها خب از به هر حال یعنی دنباله فکری اینها در سالهای اخیر میاد، کل فعالیت سیاسیش در فیلم گرفتن و نمیدونم ترویج روسری برداشتن خلاصه میشه، ولی اون کارهای بزرگ رو در اون زمان و با اون موانع بزرگی که پیش روش هست خب تخته میکنن و تخریب میکنن و وارونه نمایی میکنن. خب این افراد و این جریان ها انقدر کوچیک و حقیرن، خب باید هم دنبال این باشن که جنسی رو از داخل ایران وردارن و بسته‌بندیش رو عوض کنن، لیبل مورد علاقه نمیدونم فلان شخصیت فرانسوی و فلان شخصیت اروپایی رو روش بزنن که اونجا تحویلشون بگیرن و خودشون رو همین وسط به نون و نوایی برسن. واقعا قضیه بسیار بسیار حقیر و کوچیکه و اصولا خیلی نمیشه به این نیروها رو جدی گرفت، ولی همونطور که در سوال قبل عرض کردم متاسفانه اینا نویزها و پارازیتایی هستن که همیشه اخلال ایجاد میکنن و سرعت مردم رو کند میکنن. متشکرم. سپاسگزارم از شما. من یه پوزش خواهی کنم از عزیزانی که هند رایز کردن. ما چون بایستی زمان اسپیس رو واقعا محدود نگه داریم به دلیل همه محدودیت هایی که داریم، واقعا دوست ندارم ولی شاید ناچار بشیم شرمنده عزیزان بشیم، قبلش پیشاپیش عذرخواهی بکنم. هرچند ما با صحبت های دوستان، توضیحات و پاسخ های دوستان جناب حیدری و جناب میرزایی ادامه میدیم، بعد میرسیم خدمت جناب البرز و بعد اگه فرصت بود خدمت دوستان میرسیم، هند رایز رو اکسپت میکنیم. جناب میرزایی، جناب حیدری، اگر توضیحی در مورد این مسئله هست بفرمایید که در غیر این صورت بریم خدمت دوست عزیز. بنده عرضی ندارم. من یه توضیح کوتاه بدم جناب جدیدی. من فکر کنم البته حامد جان خیلی خوب توضیح دادن این مسئله رو. یکی از تاکتیک هایی که رژیم به هر حال در تقابل با جریان ایرانگرا و پادشاهی خواه داره، طبیعتا فرسایشی کردن روند مبارزه هست و خب یکی از ابزارهای این فرسایشی کردن فضا موازی کاری است، یعنی در واقع فروختن چهره های جدید در قامت رهبر جریانات سیاسی درگیر با جمهوری اسلامی. و از اونجایی که در واقع ابزاری که برای این کار در دست دارن رسانه است عموماً، و از اونجایی که فضای مسلط رسانه‌ای حضور یک خانم رو در این کسوت در واقع بیشتر میپذیره و کار آسانتری دارن به نحوی از طریق در واقع معرفی یک خانم در این قامت، من فکر کنم بیشتر به این جهت هست که شاید بیشتر به چشم میاد که یک چنین حرکاتی از طریق به هر حال چهره هایی که بانو هستند اتفاق میفته. این توضیح مختصری بود که به ذهن من رسید اضافه کنم. بفرمایید دوستان. سپاسگزارم. متشکرم از شما. درود بر شما سر البرز گرامی.
میکروفون در اختیار شما 3 دقیقه. عرض ادب میکنم خدمت حضار. من سوالی نداشتم، خواهشی دارم، امیدوارم این واژه ملیگرایی رو برای هموطنان توضیح بدیم. ملیگرایی فاشیست نیست. جامعه جهانی کاری کرده که از خیلی از مردم روی کره زمین از این واژه میترسن. به نظر من ملیگرایی پذیرفتن وظیفه و عمل کرده. این در درجه اول. امیدوارم روزی یک اسپیس بزنید. ببخشید من سالیان سال در خارج از کشورم اگر توپق میزنم. بعد جناب حیدری فرمودن که نصاحت میکنم جناب البرز، من توی میان کلام شما یک توضیح رو عرض کنم. خیلی متشکرم که تذکر دادید. دو تا نکته. نکته اول این است که ما سعی میکنیم به خاطر مدیریت زمان موضوع رو در مورد تاپیک بحث ها رو نگه داریم. دوم این که کلا درباره ملی گرایی یا بهتر بگم درباره ایران گرایی، حزب ایران نوین سندی رو منتشر کرده. سند مفصلی هست توی وبسایت حزب ایران نوین، میتونید مطالعه بفرمایید. ضمن این که ما اولین جلسه نشست زنده‌ای که داشتیم که در فضای کلاب هاوس برگزار شد درباره همین سند ایرانگرایی بود. ایرانگرایی چیست و ایرانگرا کیست مفصلا دربارش بحث کردیم، ولی باز هم از شما سپاسگزارم که تذکر دادید اهمیت این موضوع رو و این قضیه من رو برون داشت که یک بار دیگه به این سند اشاره بکنم. اگر پرسشی دارید درباره تایتل ادامه بدید. عذرخواهی میکنم که شما رو قطع کردم. خواهش میکنم. ممنون از تذکر شما. این فقط خواهشی بود. البته سایت شما رو سرچ کردم که بعدم بشینم کامل بخونم، شاید بنده بتونم به قول معروف پیچی رو اضافه کنم یا کم کنم. بگذاریم، برگردیم سر اصل. من جناب حیدری مسئله خیلی زیبایی رو گفتن، این مرگ بر و زنده باد، یعنی احزاب مختلف در یک جامعه باشن. ببینید میگن مصدق صبح ملت گفته بودن که زنده باد، بعد از اون گفته بودن مرده باد، بعد وقتی ملت گفته بودن مرده باد گفته بود باستین باستین، اگر دعای یکیتون بگیره من میمیرم، پس 50% برین راست 50% چپ، که دعای شما فردا دوباره این پولی که گرفتین بیاد بسر. بگذاریم. هموطنان نازنینم، این دومین خواهش از شما، خواهش به عنوان یک هموطن، بیاین برای فردا برنامه ریزی کنیم. به این البرز یا خاموشی که در خدمت شماست، ما باید قدم برای آینده برداریم. حدود 10 میلیون افغان هستند در ایران، اینا آموزش دیده میشن و فردا نیروهای لباس پوشیده سیاه هستند که دیگه ایران پس گرفتن مشکله. ممنون. سپاسگزارم از شما. ممنونم از کامنتی که دادید. من از دوست عزیزمون نگاه نو هم خواستیم که تشریف بیارن به عنوان آخرین فردی که روی استیج هستن، صحبتشون رو، پرسششون رو مطرح کنن. دوستان در پاسخ جمع‌بندی رو هم انجام بدن و اتاق رو سر وقت بتونیم به پایان برسونیم. خیلی سپاسگزارم از عزیزانی که در کنار ما هستند، وقت گذاشتن. جناب اکانت نازنین نگاه نو، من نمیدونم آقا یا خانم، درود بر شما. 3 دقیقه پرسش شما رو بشنویم و بعد هم برسیم خدمت سروران میهمان گرامی. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، من فقط در واقع مجموع صحبت هایی که در این اتاق انجام گرفت خب بسیار مفید بود و خیلی میشه استفاده کرد ازش. ولی نکته ای رو که من توی کامنت هم خدمت شما عرض کردم، مشکلی که ما الان داریم این هست که دو گروه در واقع درگیر هستن. یک گروه های ایرانگرا هستن و یک گروه افرادی هستن که در تقابل با ایرانگراها قرار گرفتن. گروه ایرانگراها، ما که اگه خودمون رو جز این گروه در نظر بگیریم، نقاط ضعفی داریم که اون نقاط ضعف رو باید شناسایی کنیم.
اولین نقطه ضعف و مهمترین نقطه ضعفی که ما داریم مسئله رسانه است. یعنی تا موقعی که ما رسانه‌ای نداشته باشیم که در واقع انعکاس‌دهنده نظریات ما باشه و نتونه نظریات گروه ایرانگرا رو به اطلاع عموم برسونه، ما این در واقع فضای رسانه‌ای رو باختیم. همین اتفاق اخیری که در بلژیک افتاد و جنگ در واقع قومی بین کرد و ترک به اون شدت در این کشور اتفاق افتاد و بعد ادامه پیدا کرد، در پاریس باز اتفاق افتاد، در فرودگاه پاریس و در جای دیگه، ما هیچ پوشش خبری ازش نداشتیم در تلویزیون ایران اینترنشنال و یا سایر تلویزیون ها، در صورتی که این به عنوان یک پوان مثبت و یک فکت واقعی بود که در آینده ایران برای کسانی که مسئله تجزیه طلبی رو دارن در واقع تبلیغ میکنن، این به عنوان یک پوان منفی بود که میتونست بسیاری از هممیهنان ما رو که مثلا در منطقه کردستان، در منطقه آذربایجان و یا در سایر مناطق هستن و گروهی قصد تجزیه این قسمت‌ها رو به نوعی مطرح می‌کنن، می‌تونستیم استفاده کنیم، ولی چون ما رسانه‌ای نداشتیم عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد. و نکته دوم، تمام این بحث‌هایی که داره انجام میشه و تمام این استدلالایی که داره اتفاق می‌افته، باز به دلیل نبودن رسانه ما هیچ بازخوردی در جامعه نداریم ازش. اگر شما به فضای مجازی مراجعه کنید، در فضای توییتر ما در حقیقت ایرانگراهای ما جز تعداد افرادی که خب در واقع محتوایی به توییتر اضافه میکنن، اکثرا ما دوچار یه برخورد عکس العملی شدیم. خانم علی نژاد یه پست میذاره، ما شروع میکنیم زیر پست اون فقط در واقع پاسخ اون پست اون رو میدیم، گاهن هم به خارج از اصول در واقع رفتار در واقع اخلاقی میشه و حرفای نامناسبی هم احتمالاً گفته میشه. و اگر ما تریبونی داشته باشیم که ایرانگراها هم در این تریبون حرف خودشون رو احساس کنن شنیده میشه، شاید از این فضا ما خارج بشیم و به جای اینکه یک فضای ریاکشن داشته باشیم نسبت به اتفاقاتی که میفته در فضاهای مجازی، با یه در واقع برخورد منطقی تری کار رو پیش ببریم و از اون طرف هم مردم ایران هم آگاه باشن که گروهی هستن در این طرف، که این گروه یعنی احساس نکنن که شاهزاده رضا پهلوی تنهاست و کسی نیست که در واقع هماهنگی و همراهی با اون داشته باشه. این گروهی که بتونه تحلیل مناسبی داشته باشه، بتونه برنامه‌ای برای آینده داشته باشه، بتونه با افرادی که صاحب در واقع جایگاه اجتماعی و یا جایگاه علمی هستن مصاحبه کنه و اونها رو به مردم ایران معرفی کنه که در آینده ایران قرار نیست شما فکر کنید که یک سری افراد بعد از انقلاب سرنگونی و بعد از براندازی چه اتفاقی خواهد افتاد. افرادی هستن که آماده‌ان و تخصصش رو دارن و میتونن این اطمینان رو باید مردم پیدا بکنن. و من به صحبت آقای حیدری اشاره میکنم که مردم ما دنبال این هستن که خب این که گذشتیم گذشتیم، این که مسئله در واقع براندازی جا افتاده درسته جا افتاده، ولی چجوری میخواد این اتفاق بیفته؟ این اون قسمت قضیه است که یک رسانه میتونه فقط این خلأ رو پر کنه و این اطلاع رسانی رو انجام بده. من فکر میکنم تا موقعی که ما رسانه نداشته باشیم، با علارغم تمام بحثای خوبی که در این اتاق صورت میگیره، باز اون اتفاقی که ما منتظرش هستیم به نظر من شاید یه مقدار دوردست باشه. و نکته دوم هم این که زمان هم یک چیز کاملا بازی واسه ما نیست. اتفاقی که در آینده میفته قابل پیشبینی نیست. در آینده نمیدونیم چه اتفاقی میفته. ما از فضای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که الان در جامعه هست و مسئله ملی‌گرایی رو به این صورت بولد کرده، باید حداکثر استفاده رو بکنیم. اگر استفاده نشه مطمئناً در آینده 100% نمیتونیم امیدوار باشیم که همین شرایط رو بتونیم داشته باشیم. من فقط همین، فقط تاکید رو خیلی متشکرم. برای رسانه چه فکری میخواید بکنید؟ سپاسگزارم، خیلی متشکر از شما. همه جان من میکروفون شما رو نمیبینم، به خاطر نمیدونم بازه یا نه. من منتظر بودم ببینم نجات محمد یا احمد عزیز دارن یا نه، بعدش من صحبت کنم. باشه، خب پس من چون واقعیت بقیه دوستان میبینم میکروفونشون بسته است، ولی بغل آیکون شما میکروفون نمیبینم، فکر کردم باز است میکروفونتون. آره. نه اجازه بدین برای پاسخ و جمع‌بندی به ترتیب حالا این دفعه دیگه بریم جلو. من از جناب بهرامی شروع میکنم، جناب حیدری، جناب میرزایی و بعدم میرسم خدمت
جناب شیبانی را، هم در پاسخ دوست عزیزمون و مطالبی که مطرح شد و هم برای جمع‌بندی اتاق. جناب بهرامی در خدمت شما هستیم. متشکر از شما و این دوست عزیزی که نکات بسیار مهمی رو گفتن. بله واقعا بحث رسانه بحث مهمی هست، منتها خب خیلی هم ناامید کننده نیست به نظر من، به دلایل متعددی از جمله این که الان ماهیت رسانه ها خب به یک شکلی هستش که الان یک جور تکثر در اینا به وجود اومده. بسیاری از مردم رسانه ها حتی سوشال مدیای شخصی افراد رو خیلی خوب دارن دنبال میکنن و از طرفی با تجربه تلویزیون های بزرگ و پرهزینه رو که نگاه میکنیم میبینیم در خود همون سوشال مدیای اونها مطالبی سخنرانی های میزگرد هایی رو که به هر حال خلاف ایرانگراییه، تجزیه طلبانه است، یا مثلا 57 رو دوباره میخوان احیا کنن، هر ماهیتی که با این برابر محتوایی که با این ماهیت ایرانگرایانه به نوعی در تضاد هست، زیر پست های همون تلویزیون میبینیم که واکنش مردم به چه شکلی بوده. سیلی از کامنت هایی که وقتی نگاه میکنی انگار همه اینها واقعا استاد تاریخ بودن، همه اینا تحلیلگرهای کارکشته سیاسی بودن در حالی که شهروندان عادی هستن. این مسئله واقعا متفاوت کرده شرایط امروز رو مثلا از دهه های پیشین، یا مثلا انقلاب 57 که به قول خودشون با نوار کاست های خمینی خیلی به هر حال اوج می گرفت و فراز و فروداش خیلی تابع اطلاع رسانی بود. الان به نظر من این مسئله هست و اتفاقا همین هم باعث شد که سرمایه گذاران تلویزیون های بزرگ یه مقدار تجدید نظر کنن وقتی دیدن که جریان ایرانگرا با دست خالی خب همه اینا رو به هر حال عقب روند، خیلی از این روایت های اینا رو افشا کرد برای مردم. خب الان ما سیل گسترده اخراج و تصفیه توی تلویزیون ها رو شاهد هستیم، داره بودجه هاشون نحیفتر و لاغرتر میشه و بعید نیست اصلا تعطیل بشن. دفتر این ور بخواد تعطیل بشه، دفتر اون ور باید تعدیل بشه و همینجوری داره پیش میره. اما همه اینها خب اون نکته این دوست عزیزمون رو منتفی نمی کنه برای یک انقلاب، برای یک خیزش بزرگی که با توجه به شرایط جامعه ایران، با توجه به فضای شدید سرکوب خب غیر قابل پیش بینیه. یعنی ما نمیتونیم، حزب ایران نوین نمیتونه برنامه‌ریزی کنه که مثلا فلان روز خیابونای تهران شلوغ بشه. این یک چیز طبیعیه و اصلا قابل سرزنش هم نیست و خصلت حکومت‌های توتالیتره. اما یک جرقه گاهی بنزین، گاهی کشته شدن، یعنی قتل ظالمانه یک شهروند بیگناه، گاهی موج تورم، یک جرقه غیر قابل پیش بینی ممکنه باز هم شعله‌های انقلاب رو واقعا روشن کنه و اونجاست که فرماندهی و اون برحال ابلاغ اون راهکارها، اون تصمیمات، اون دستورات، اون هماهنگی ها از بالا به پایین به کف جامعه، به بدنه جامعه، شهرها و بخشهای مختلف کشور واقعا از طریق رسانه های کوچیک و پرتعدادی که شاید هماهنگی بین اونا سخته، خب دشواره و شاید حتی غیر ممکنه و نیاز به یک رسانه محوری وجود داره که بدون اینکه اخلال ایجاد کنه، بدون اینکه در جریان انقلاب بیاد مثلا به جای اینکه جمهوری اسلامی رو بزنه ایران رو بزنه، مثل همین چیزایی که ما در سال گذشته دیدیم، اون رسانه کار خودش رو انجام بده. به نظر من این خواست عمومی که در بین ایرانی ها وجود داره و تجربه مثلا تلویزیون من و تو که چندی پیش تعطیل شد و مجموع عوامل رو که کنار هم میذاریم، من اطلاعات دقیق و حالا به صورت فکت و خبر ندارم، ولی حس میکنم که این رسانه هم خوشبختانه پا به عرصه وجود خواهد گذاشت، ولی رسانه جمع و جورتری باشه که خیلی بر تحلیل سیاسی و اخبار سیاسی متمرکز باشه. به نظر من این خلأ خالی نخواهد موند، چرا که وطن پرستا و میهن دوستان خیلی جمعیتشون زیاده و این خواسته هم وجود داره و تجربه کار رسانه‌ای هم در بین این نیروها خوشبختانه تجربه بسیار خوبی هست. من دیگه به موارد دیگه اشاره نمی‌کنم که زمان رو نه متشکرم از شما. اجازه بدید من قبل از اینکه میون کلامتون اومدم عذرخواهی میکنم، قبل از اینکه به جمع‌بندی بپردازیم، آذین جان اومدن روی استیج، ایشون هم پرسشی دارن مطرح کنن، بعد
ادامه صحبت رو با عزیزان پی بگیریم و بعد از پاسخ به پرسش بانو آذین جمع‌بندی هم انجام بدن و بعد هم اگه شما صحبت اضافه‌ای داشتید بعد از دوستان میرسم خدمت شما دوباره جناب بهرامی برای جمع‌بندی پایانی. بانو آذین درود بر شما، میکروفون در اختیار شما، 3 دقیقه بفرمایید. درود بر شما و سال نو همتون مبارک. امیدوارم که سال خیلی خوبی آغاز کرده باشید و خیلی ممنونم از اسپیس امشب و همینطور مهمانان عزیز و گرامی و کسانی که منو میشنون و تعامل میکنن. من شنیدم، فکر میکنم آقای حیدری بودن، در رابطه با ریزش، استقبال از ریزش گفتن. من بر اساس تاپیکی که هست در رابطه با فائزه رفسنجانی میپرسم، چون از اونجایی که خودم فائزه رو، یعنی خانواده رفسنجانی رو، به اندازه مجاهدین خلق در جامعه ایرانی اونا رو منفور میبینم، میخواستم ببینم که برای مهمانان گرامی امشب حد و مرز ریزش چیه. مثلا زنی که به هر حال ببخشید در مکتب آخوندی بزرگ شده، به هر حال پوشش چادر داشته همیشه، بعد تغییر لباس داده به لباس‌های گلمنگولی پوشیدن، یا صورتی شویی و جمله سازی با زن، آیا این رو ما میتونیم ریزش تصور کنیم؟ یا اینکه ریزش میتونه به معنی پشت کردن به تمامی امتیازاتیه که به واسطه در واقع رانت‌هایی که از خانواده پدر گرفته میتونه باشه؟ میخواستم بدونم حد و مرز ریزش رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ من کوتاه میکنم و گوش میکنم. ممنونم. سپاس از شما. اتفاقا نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید. چون هنوز صحبت از پدر معلوم الحالش میکنه، یه طوری بابا میگه که قند تو دلش آب میشه. متشکرم. من اجازه میخوام برسم خدمت جناب حیدری در پاسخ دوست عزیزمون فرمایش کنن و بعد هم جمع بندی کنن، بعد جناب میرزایی به همین ترتیب، بعد اگه صحبت پایانی جناب بهرامی دارن بفرمایند و بعد هم حامد جان اتاق رو جمع بندی کنن، بعدم با سرود ایران اتاق رو به پایان برسونیم. محمد جان میکروفون در اختیار شماست عزیز دوست. سپاسگزارم، متشکرم. من از دو دوستی که این سوالا رو مطرح کردن، دوست دیگر یادم نیست دوست اول اسمشون چی بود، من افتادم بیرون دوباره آمدم تو، در مورد رسانه فرمودند و سرکار خانم آذین سوال بسیار خوبی رو خانم آذین مطرح کردن. من از ایشون سپاسگزارم. اکانت نگاه نو بودن. نگاه نو. مرسی. بله. مرسی هادی جان، ببخشید. بله، من در پاسخ نظر خودم و جمعیت راجع به اون موضوعی که آقای فکر میکنم بله دیگه آقا بودن نگاه نو فرمودن، عرض کنم کاملا درست میگن. من اول یک اینجا یه خواهشی رو مطرح کنم. البته این کاریه که ما خودمون میکنیم، به صورت خواهش میتونیم با عزیزان دیگه در میون بگذاریم، مخصوصا اونایی که بیشتر از ما دیده میشن. حقیقتش اینه، من معتقدم ایرانگراها رو از همین حالا باید به دو دسته تقسیم کرد. دوستان، منتظر نشید که رژیم ایرانگراهای تقلبی رو درست کنه بعد یادمون بیفته که ما باید برای خودمون صفت بگذاریم. ایرانگرای حامی رهبری شاهزاده رضا پهلوی، ها؟ حالا شما کوچولوترش بکنید هر جوری می‌بینید، ولی ایران بنده، جمعیت ما خودمونو ایرانگرا، جمهوری خواه، ایرانگرای حامی رهبری شاهزاده رضا پهلوی میدونیم. ولی بهتون عرض میکنم شاید این متاسفانه این پیشبینی ما درست در بیاد. رژیم سر یه بزنگاه ایرانگراهای تقلبی رو به بازار خواهد فرستاد. این خط، این نشون. بنابراین از حالا شروع کنید این دیستینگویش کردن، این متمایز کردن خودتون رو از اون ایرانگراها. میدونید چه بسا که یه سکتیشون، یه سکتی رو تستم کرده، یعنی رژیم تست زده روی این مسئله،
تست کردن توی موضوعات مهندسی اجتماعی خیلی مهمه. اینا تست زدن و آمادگیشو دارن که اینو لانچ کنن، مثل یه پروداکتی، مثل یه محصولی که یه شرکتی پایلتشو درست میکنه توی یه نقطه جغرافیایی، مثلا تو آمریکا تو ایلینوی بیشتر تست میزنن. تو تست میزنه، مثلا کترپیلار تست میکنه اونو، بعد آماده داره، وقتی نقطه خاصش به وجود بیاد میده به بازار. اینو بنابراین میخوام بگم که اینو لطفاً خواهش میکنم اینو دقت بفرمایید که ما از حالا باید اینا رو متمایز کنیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که بدون داشتن رسانه که کثرت، یعنی بتونه پوشش خیلی، پوشش فراوانی بسیاری داشته باشه، و همونطوری که جناب آقای نجات بهرامی گفتن متمرکز باشه بر روی اخبار و مسائل سیاسی، و مثلا میخوام دیگه این داستانام نباشه که اون آقای مثل من و تو این اشتباهاتو کرد دیگه، نمیدونم کی بود اون آقایی که تعلقات جمهوری اسلامی داشت که عراقی هم، عراقی الاصل بود، حالا اسمش یادم نیست، اون آقا رو بیاره مثلا بنشونه در مقابل مثلا یه ایرانگرای حامی شاهزاده، این سوسول بازی هم دیگه کنار گذاشته بشه. اینا سوسول بازیه. تو انقلاب باید مشخص بشه که ما گفتمانمون چیه، اون شبکه باید متمرکز باشه روی اون گفتمان. این که دموکراتیک نیست و چرا میهمانانی با نظر مخالف دعوت نمی‌کنی، اینا شر و بده. الان وقتی که تمرکز روی براندازیه باید کسایی دعوت بشن که در رابطه با براندازی صحبت میکنن، در مورد تغییر رژیم صحبت میکنن، اصلاح طلب، چون از این نوع جدیدش، ورژن جدیدش چی بودش، گذار طلب، از این چیزا ندار، یا تحول خواه. نکته سومی که سرکار خانم فرمودند و من از ایشون تشکر میکنم، خانم فرمودند که مرزش چیه. ببینید این کلمه مرزش چیه، خیلی کلمه عجیبیه. ببینید خانم، شما به درستی فرمودید، این ظاهر و صلاح بودن ها و دوچرخ سوار شدن، ما که یادمون میاد زمانی که روزنامه زن بود دیگه، آه رفته پارک چیتگر با اون چی میگن مانتو، آه این خیلی سنت شکنه، این چیزا نه، این دلیل ریزش نمیشه. برای بنده و اینو و جمعیت ما جمهوری خانه ها میشه آزاده، این ملاک و معیار ریزش اینه که فرقی نداره چه کسی هست، ببینید فرقی نداره چه کسی هست، اگر به کمپ انقلاب ملی ایران بپیونده و رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو بپذیره، اون موقع اگر دستش به خون مردم آلوده نباشه که شاهزاده معین کرده، میفته توی اون 80% که میتونه یه آینده ای هم برای خودش متصور بشه در پس از تغییر رژیم، اگر جز اون 20% باشه که در سرکوب و شکنجه و قتل و عام مردم شرکت داشته یا آلودگی های مالی آنچنانی داشته مثل خانوادی رفسنجانی، باید بیاد حساب پس بده. شاهزاده هم گفت آقا من، یادتون بیاد تو اون جلسه 3 سال خود دی پیش بود که شاهین نجفی بود و یه تعداد دادم های دیگه هم بودن، شاهزاده برگشت گفت آقا از من، خانم، یه خانومی ازشون داخل ایران سوال کرد که تکلیف اینا چیه، گفت من از من نخواهید قضاوت کنم، از بنده بخواهید که شما رو بتونیم کمک کنیم یه دستگاه دادگستری مستقل داشته باشیم که قضات عادلانه در محضر هیئت منصفه مستقل اون موارد رو مورد بررسی قرار بدن. خیلی مسئله استریت فوروارده. پس ریزش همه به نظر بنده همه رو میتونه شامل بشه، اونهایی که دستشون به خون مردم و مال مردم تا مفرق آغشته نشده، یا اونهایی که حتی دوچار همچی خطا خطاها و خیانتهایی نسبت به مردم شدن،
ابتدا در قبل از شکست رژیم و براندازی رژیم و سرنگونی رژیم باید رهبری شاهزاده رو بپذیرن. بی برو برگرد. رهبر منم، رهبر توی، رهبر فائزه است، رهبر نرگس محمدی، این چیزا برای ما پذیرفته نیست. همه محترمن، همه میتونن به انقلاب بپیوندن بلا استثنا، اما رهبری باید رهبری شاهزاده رضا پهلوی باشه، برای ما حداقل اینطوره. پس از اون به اشکالات، خیانتها یا آلودگیهای مالی که اونا مرتکب شدن دادگاه صالحه باید رسیدگی کنه پس از سرنگونی رژیم. متشکرم. سپاسگزارم. متشکرم از توضیحاتتون. من فقط یه جمله بگم در ادامه فرمایشی که گفتید من حاضرم شرط ببندم اینا ورژن جدیدی از ملی گرایی رو میکنن، خواستم بگم بله اینا رو کردن. اتفاقا یکی از اکانت‌های معلوم الحال، یکی از چهره‌هایی که رسانه‌ای بوده تو ایران با صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار کرده، بیرون از ایران هم با صدا و سیمای با رسانه‌های انیرانی کار کرده، ادعای ملی بودنش هم میشه، اخیراً ادعای خیلی خیلی خلاف واقع و کذبی رو با استناد به سندی که وجود نداره و برای خودم، من خودم اثبات کردم که این چیزی وجود نداره، اتهامی به شاهزاده زده تا به شاهزاده انگ غیر ملی بودن بزنه. این اراذل پیدا شدند و متاسفانه با انواع و اقسام و رنگ ها مواجهیم، هرچند ملت ایران انقدر تیزهوش هستند که در کسری از ثانیه شعار و تشویق مرزی برومندها رو تبدیل میکنن به هو کردن. مردم ایران انقدر باهوش هستن که بعد از 7 اکتبر، زمانی که هنوز همه دنیا بلا تکلیف بودن که کدوم طرف موضع بگیرند، مردم به زیبایی با نشونی دادن برای پرچم فلسطین موضع خودشون رو ملت ایران قبل از همه دنیا مشخص کردن. سپاسگزارم از شما جناب هیدری. احمد جان میرزایی عزیز، درود مجدد و صحبت‌های پایانی و پاسخ پرسش دوستان. درود بر شما مجددن. من خیلی تیتروار با توجه به اینکه وقت محدود هست صحبت که مطرح شد رو سعی میکنم بهش بپردازم. دوست گرامیمون در مورد رسانه گفتن، من فکر کنم خب مقصودشون مشخصا یک رسانه فراگیر جامعه بود که به شکل حرفه‌ای و مستمر بپردازه به پوشش در واقع اخبار و مبارزات ملی ملت ایران و گروه‌های سیاسی درون جبهه ایران گرایی. خب مشخصا راه حل یک چنین چیزی این هست که صاحبان سرمایه ایرانیانی که در واقع برخوردار از سرمایه اقتصادی هستند و تعلق خاطر دارند به جریان ایرانگرا مشارکت کنند برای به وجود آوردن یک چنین رسانه‌ای، و راه دیگری به ذهن من نمیرسه، یعنی راه حل دیگری این مسئله اصولا نداره. امیدوارم که یک رایزنی هایی در این زمینه انجام بشه و به وجود بیاد یک چنین بستری. جناب بهرامی عزیز البته به خوبی اشاره کردن که به هر حال شبکه های اجتماعی سوشال مدیا این امکان رو داده که حالا بحث فعالیت رسانه‌ای از اون قالب سنتی خودش خارج بشه و در این در واقع فضا هم امکان تداوم داشته باشه. صحبت بسیار درستی بود. من دوست دارم اشاره به این بکنم که ما در حزب ایران نوین، در دفتر رسانه‌ای حزب ایران نوین و سایر دفاتر این حزب، واقعا در حد توان خودمون تا اونجایی که ظرفیت ما اجازه میده نهایت کوشش رو داشتیم برای تولید محتوا، برای پرداختن به مسائل، برای تحلیل، برای پوشش وقایع. و واقعا خواهش میکنم از دوستان از همین تریبون که حمایت کنند و در واقع در همین حد حالا شبکه‌های اجتماعی هم اگر رسانه‌ای می‌بینن نظیر رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی مربوط به حزب ایران نوین حمایت کنند و اون رو پشتیبانی کنند تا به هر حال در همین ساعت هم کار به پیش بره. در مورد سوال آذین گرامی در مورد اینکه در واقع حد و مرز ریزش چیست و اصولا ریزش رو چطور باید تعریف کرد، من فکر کنم دو تا
معیار و مشخصه خیلی واضح وجود داره در این زمینه، یکی جنایت علیه ملت ایران هست و یکی بحث درگیر بودن در فساد اقتصادی. این دو در واقع معیار و مشخصه مشخص خواهد کرد که آیا اصولاً اونچه که اتفاق میفته ریزش هست یا رنگ عوض کردن هست. و من تصور میکنم اونچه که ازش به عنوان ریزش یاد میشه ناظر هست بر بدنه سیستم، نه اصولا رأس هرم که خب به هر حال معماران وضع موجود بودن. من صحبت خاص دیگری ندارم، تشکر میکنم از شما و همه دوستان از اینکه ما رو تحمل کردند، صحبتهای ما رو شنیدن، امیدوارم که خسته نشده باشند و آرزوی سال بسیار بسیار خوبی رو دارم برای همه دوستان و به خدا میسپارم شما. زنده باشید، سپاسگزارم از شما، ممنونم از حضورتون، ممنون از همه همراهیتون با ما و همه توضیحاتی که من بسیار آموختم ازتون احمد جان میرزایی عزیز. جناب بهرامی نازنین، شما اگر توضیح تکمیلی دارید جنبندی بفرمایید که بعد هم با صحبت‌های حامد جان اتاق رو به پایان برسونیم. متشکرم، من توضیح خاصی ندارم، فقط باز هم مثل شروع برنامه از دعوت شما تشکر میکنم و امیدوارم در سال جدید خورشیدی خبرهای بسیار خوبی در مورد ایران عزیزمون بشنویم و اتفاقات خوشایند رو شاهد باشیم. مرسی از صبر و حوصله دوستانی که شنیدن این اتاق رو و امیدوارم که موفق باشن. خیلی سپاسگزارم از شما، ما هم امیدواریم که واقعا امسال سال آزادی ایرانمون باشه و همه بهترین سال رو در بعد از 45 سال تجربه کنیم. حامد جان، صحبت‌های پایانی شما جنبندی رو بشنویم و بعد هم من سرود ایران رو میگذارم و بعد هم اسپیس رو به پایان برسونم. اوکی، بسیار عالی. دو تا پرسش هستش که بایستی پاسخ بدم. اولی راجع به رسانه که متاسفانه معمولا در اسپیس تجربه این پنجمین جلسه اون هست، در هر اگر اشتباه نکنم در هر پنج جلسه ما به بحث رسانه رسیدیم و متاسفانه این تبدیل به یک دغدغه برای مردم شده که در نبود رسانه کار سخته. تا حدودی این حرف درسته ولی خیلی دقیق نیست. درسته چون به هر حال تأثیر رسانه اصلی، رسانه تلویزیونی که ارتباط میلیونی با کسانی داره که خصوصا در خانه هاشون هستن و با اینترنت در ارتباط ندارن، مهم هست و بایستی این رو حفظ کرد. اما آیا این اثر همچنان مثل سال 57 است که مثلا بی بی سی در پیروزی این شورش 57 تأثیر داشت؟ نه، من فکر میکنم کاملا با دوستان صحبت کردم، خصوصا نجات عزیز به خوبی خلاصه کرد که فضای مجازی چه تأثیر داره. به نظر من اون اثر رو نداره. شاهزاده رضا پهلوی با یک توییت وقتی از سیرک انتخابات صحبت کرد میلیونی دیده شد اون توییتشون، اون ویدیوشون، رسانه ها مجبور شدن پوششش بدن و من فکر میکنم به همه ایران اون پیام رسید. جریان سازی در فضای مجازی میشه رسانه ها رو تغذیه میکنه. اگر فضای مجازی مهم نبود ارتش سایبر جمهوری اسلامی در فضای مجازی جولان نمیداد. همه رسانه های در تمام دنیا، فقط هم رسانه فارسی زبان نیست، بخش بزرگ از تغذیه جریان سازی که اتفاق افتاده رو از فضای مجازی میگیرند. برای همین است که شما بایستی واقعا این ابزاری که در دستمون هست، من قبول دارم که اگر رسانه داشتیم که امیدواریم به زودی داشته باشیم میتونست کمک شایانی بکنه چون مخاطب میلیونی داره، اما در نبود اون این رسانه و فضای مجازی من فکر میکنم جبران میکنه و بایستی جدی بگیریمش و این جریان سازی که میفته رو بدونیم که جریان اصلی است. گفتمان سازی که فضای مجازی کرده، گفتمان سازی اصلی فضای مجازی، جریان براندازی است، فضای براندازی است و سیاسی است. خیلی از این گفتمان سازی ها در فضای مجازی و در توییتر خصوصا شد و بعد به جاهای دیگه سرایت پیدا کرد. این اهمیت اینجاست. من فکر کنم بیشتر از این نیاز نیست ازش توضیح بدیم. سوالی که آذین پرسید سوال مهمی است. من میخوام این سوال رو با یه سوال پاسخ بدم که جواب من در این پاس سوال من هست.
فرض بکنیم در خیابان هستیم، نیروهای سرکوب روبرو هستند، اسلحه گرفتند، تعدادی از ماها رو کشتند و ما در نبرد خونین هستیم. یک دفعه فرض محال، بذارید فرض محال ایرادی نداره، فرض محال اینه که سید علی خامنه ای ریزش میکنه و سید علی خامنه ای به نیروهای سرکوب دستور میده که برگردید و انقلاب پیروز میشه و تسلیم میشه و ریزش میکنه. آیا میپذیریم یا نمیپذیریم؟ من فکر میکنم عقل سلیم میگه که حتما بپذیرید و ریزش سید علی خامنه ای رو، گفتم فرض محال، سوء تفاهم نشه، ریزش سید علی خامنه ای رو بپذیرید. پس با این حساب من فکر نمیکنم بایستی مرزی تعیین بکنیم، اما شرط بایستی تعیین بکنیم. اون شرط هستش که تعیین کننده است که ما این ریزش رو بپذیریم، باور بکنیم یا نکنیم. اون شرط هم دوستان صحبت کردن، اگر فائزه هاشمی رفسنجانی به عنوان مثال مورد مثالمون هستش ریزش میخواد بکنه، این نیستش که از بهایی ها حرف زده چند سالشون هم در لفافه، ریزشون هستش که یک، از پدر جنایتکار خودش شروع بکنه، دو، انقلاب رسمیت بشناسه، از اصلاحات ببره، راجب رانتی که خورده صحبت بکنه، راجب رهبری شاهزاده رضا پهلوی صحبت بکنه و و و و و. این شرایط هستش که تعیین میکنه که ما باید ریزش رو بپذیریم، باور بکنیم یا خیر، و نه مرزش. مرزش تا سید علی خامنه‌ای هم میتونه بره، گفتم فرض محال. اما اگر برگردیم به جمع‌بندی اتاق، من فکر میکنم اتاق بسیار خوبی بود. من بازم تشکر میکنم از نجات عزیز، از محمد عزیز و احمد عزیز که به هر حال این اتاق رو، محتواش رو در واقع به عنوان مهمانان و روی استیج تولید کردن، صحبت کردن، و دوستانی که پرسش پرسیدند. امیدوارم که حزب رنوین بتونه این اتاق‌ها رو ادامه بده، و یکی از دلایلی که این اتاق‌ها هم وجود داره اسپیس‌ها همین هستش که این فضا رسانه‌ها در اختیار ما قرار نمیدن که به عنوان مثلا یک برنامه تلویزیونی این گفتگو رو به معرض دید همه میلیون‌ها ایرانی بذاریم که مشتاق هستن ببینن، و اینو دفتر رسانه حزب رنوین هم تمام تلاشش رو می‌کنه. من واقعا از احمد به عنوان یکی از اعضای دفتر رسانه تشکر می‌کنم و بقیه دوستان که در اونجا سعی می‌کنن جبران بکنن این عدم مهری که رسانه‌ها به جریان ما و به حزب رنوین دارن. و اجازه بده جمع‌بندی رو با 4 آوریل پایان به پایان برسونم. 4 آوریل برای حزب رنوین روز مهمی است، برای جریان ایرانگرا امیدوارم روز مهمی باشه، و برای انقلاب ملی به هر حال سپاه پاسداران یک گروه تروریستی است و ما باید این رو به مردم دنیا نشون بدیم که چرا سپاه پاسداران یک گروه تروریستی است. و 4 آوریل در بروکسل حزب رنوین برنامه داره، امیدوارم که همراهی شما عزیزان رو داشته باشه تا بتون صدامون رو به گوش غرب خصوصا برسونیم و حمایت بکنید که ما بتونیم از این برنامه‌ها بیشتر داشته باشیم. در صورت من اینو بارها گفتم، تکرار کنم و تمام کنم، حزب رنوین بدون همونداش ارزشی نداره، وجودی نداره، و حزب رنوین با مجموعه همونداش بدون پایگاه اجتماعی، بدون هوادار وجودی نداره، قدرتی نداره. امیدوارم اگر راه ما رو راه درستی میبینید، راه ما رو راهی میبینید که به جنبش براندازی و جریان ایرانگرا و به طور خاص جریان پهلویگرا قدرت میدی بخشه، کار مفید میکنه، حمایتش بکنید و ما نیازمند حمایت شما هستیم. ممنونم، وقت همه دوستان بخیر، شب روزتون خوش. سپاسگزارم از شما دکتر حامد شیبانی راد عزیز. من هم تشکر ویژه میکنم از جناب نجات بهرامی نازنین، محمد حیدری عزیز و گرامی، احمد میرزایی عزیز و شما حامد شیبانی راد نازنین. مثل همیشه آموختم در کنارتون و لذت بردم از همنشینی با شما. من یه تشکر ویژه بکنم از میلاد کاشانی نازنین که در اداره اسپیس به من کمک کرد، همینطور از نیما کیوانی عزیز که در کلاب هاوس مدیریت استریم این اسپیس رو زحمتش رو کشید. این اسپیس همزمان در یوتیوب حزب ایران نوین و یوتیوب پخش زنده استریم شد، همینطور در اینستاگرام حزب ایران نوین، در کانال تلگرام حزب ایران نوین و کلاب حزب ایران نوین در کلاب هاوس. سپاسگزاری میکنم از آیدین توکل و اکانت پخش زنده، بات پخش زنده که زحمت این
استریمینگ رو به ما کمک کردن و بخشش رو انجام دادن. همینطور سپاسگزاری میکنم از سبای عزیز که این توییت مهم رو بالا پین کرد و سپاس از آران عزیز که از سند ایرانگرایی رو بالا زحمت کشید و پین کرد، از همه عزیزانی که در کنار ما بودند، از همه عزیزانی که تشریف آوردن روی استیج و صحبت کردن، پرسش پرسیدن، از همدلی و همکاری همگی سپاسگزاری میکنم و با سرود ایران، امیدوارم چیزی یادم نرفته باشه دیگه، اگر فراموش کردم بر من ببخشید همگی عزیزید و گرامی، با سرود ایران همگی رو به خدای ایران میسپارم. پاینده ایران و تا ابد جاوید شاه.